بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب شما بخیر باشه. خوش اومدید به شامگاه اولین جمعه، اولین روز از سوم ماه تابستان 1398. با افتخار با شما هستیم با یک دیگه از برنامه ورزش از نگاه دو، و پشت سر من و عماد نازنین هم دارید میبینید در حال لیگ پرحاشیه 19 هم کلید خورد از دیروز، و اون چیزی که میتونه خاطر علاقمندان به فوتبال و بعد از این همه تاخیر یه خود دلگرم کنه به فوتبال این داره، اینکه فعلا تا اینجای کار تا قبل از برگزاری آخرین بازی 12 گل به ثمر رسیده در مجموع 8 بازی سال گذشته. در هفته اول کلا 9 گل از خط دروازه گذشت، و شکست استقلال امروز و پیروزی پرسپولیس در روز گذشته و تساوی بدون گل تراکتور و بازی سپاهان فردا همه رو همه متوجه این نکته کرده که لیگ امسال مثل سال قبل میتونه تنورش داغ و داغ و داغ‌تر باشه. مثل همیشه عماد عربی نازنین هم در برنامه امشب کنار ما هست. کلی برنامه داریم، کلی قسمت های مختلف با عماد. عماد خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز ورزش از نگاه دو. همونطور که همکار محترم هم جناب آقای وایزی گفتن، انتظارها به سر رسید، لیگ 19 هم آغاز شد، لیگی که پر از حاشیه خواهد بود. قطعا فوتبالی ها، طرفدار استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، همه تیم ها منتظر بودن که آغاز بشه. هفته اول به اتمام رسیدش، کم حاشیه نداشتش، هفته کم گلی رو سپری کردیم، هفته ای رو که در اون قرمزهای پایتخت به پیروزی رسیدند. استقلال تهران در دقایق آخر شکست خورد، اما مهمترین اتفاق در بازی استقلال شکستش نبود، و قطعا همونطوری که در فضای مجازی هم دیدید اتفاقاتی که در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی و آقای استراماچونی، مرد ایتالیایی که شاید شروع خوبی نداشتش و شروعی که در با خبرنگارها اتفاق جالبی نبودش، مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد. اما عکسی رو که میبینید آقای استراماچونی داره میخنده، ولی قطعا لیگو با خنده شروع نکرد. نه اصلا این اتفاق نیفتاد. استراماچونی که در همون آغاز گلایه داشت، گلایه ای که خب به جا هم بودش، نداشتن مترجم طبق بند 1 ماده 16 قانون، این اتفاق بعد برای آقای استراماچونی میافتاد، اما نه از طریق فدراسیون فوتبال نه از طریق سازمان لیگ. وظیفه باشگاه استقلال بوده که برای ایشون مترجم بیاره، اتفاقی که نیفتاد. مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد، مهمونای خیلی عزیزی داریم، و در ادامه خواهیم دید که قانون چه برخوردی با این اتفاق میکنه، صد در صد چه تبعاتی خواهد داشت. صحبت آقای استراماچونی البته خیلی تند بود. یه نکته هم بر نکاتی که عماد عزیزم اشاره کرد اضافه کنم که اتفاق جالبی افتاد که در کل 19 داره لیگ اون نیفتاده بود. سال گذشته تراکتور سازان تبریز که واقعا حقش بوده تو این چند ساله یک سالش قهرمان لیگ بشن با اون همه طرفدار شورشون، پارسال مقابل نفت و مسجد سلیمان به حکم قرعه 0-0 کردن در هفته اول. امسال هم این اتفاق افتاد دیشب و در اولین بازی 0-0 کردن این دو تیم، اتفاقی که تو کل 19 داره لیگ نیفتاده بود. اما خدمتتون عرض کردم لیگ 19 هم فردا با بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان نایب قهرمان فصل گذشته به اتمام خواهد رسید، و خدمتتون گفتیم که هفته پرگلی بود برخلاف سال‌های گذشته. بریم هفته‌ای که درش بودیم، یک عید بسیار بسیار مبارک بود و عید قدیر خم که جا داره یه چند روز هم گذشته. بازم تبریک مجدد داشته باشم حضور شما بیننده‌ها. یک مولودی خانی هست، یک گزارش خیلی جالبی هست از طرف برنامه ورزش از نگاه دو تقدیم شما. این بخشو ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله بخش فوتبالی برنامه رو ادامه خواهیم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين فرد دار حرم حضرت دادار علي یا هیدر، 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 یا هیدر. بفهمید که این مجلس برای چه عنوانی برگزار شد. عرض سلام خدمت شما. این مجلسی که برای حضرت علی، ولایت ولایت علی، حضرت علی و شب عید قدیر که ما هر سال این هیئت رو برقرار می‌کنیم، نه به مناسبت عید، تمام
مراسم‌های محرم و عیاد شعبانی اون هستیم، در خدمت مردم هیئت شرق تهران هستیم. این برنامه که ما داریم ضبط می‌کنیم برای برنامه ورزش از نگاه دو هست و بینندگان و مخاطباتشون ورزشکاران و قهرمانان این مرزبوم هستش. بفرمایید از سجایای اخلاقی حضرت علی، از پهلوانیاشون. امیر مومنان علی علیه السلام، وقتی میگیم انسان کامل یعنی هم در شجاعت هم در ایمان، یه انسانی بود که جوانمردی در او نقش بسته بود، عبادت در او نقش بسته بود. و هر انسانی ورزشکار باشه، عالم باشه، جوان پهلوان باشه، میتونه به امیر مؤمنان رجوع کنه و از خصلت‌های او به اصطلاح درس بگیره. اون درس گذشتی که حضرت علی در زندگیش داشته، اون قدرتمندی که در دفاع از مظلوم داشته و در مقابل خدا بنده و خاضع و فروتن بوده و همیشه تو جامعه به عنوان یه انسان شجاع و قدرتمندی که از حق و مظلوم و انسانهای دیگه دفاع کنه زندگی میکرده. خود شما گفتین به ما جواب سلام واجبه، در خونتون احترام همیشه برام واجبه، در خونتون همیشه برام واجبه. خود شما گفتین به ما برای برنامه ورزش از نگاه دو ضبط میکنیم. بفهمید که ورزشکاران ما، قهرمانان ما، کسانی که میخوان رو به ورزش قهرمانی یا ورزش میکنن چی کار باید بکنن که سجایای اخلاقی حضرت علی علیه السلام رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. عرضم خدمتتون، ما بیشتر ورزشکارات بیشتر از این که دنبال انتقام باشن دنبال گذشت باشن. گذشت میتونه به یه جا برسونه و از قدیم هم که پوریای ولی یا ورزشگاهی همچین آقا تختی اینا بودن همه گذشت داشتن، بیشتر از این که بخوان نقبل انتقام داشته باشن. ورزشکاران چقدر میتونن به حضرت علی اقتدا کنن؟ بعد متکی باشن به حضرت علی و به پهلوانیش و به مردانگیش و اینا متکی باشن. ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتون ورزش از نگاه دو هستید. من یک قولی همینجا ابتدای کار بهتون بدم در اولین روز و اولین شامگاه از شهریور ماه، زمینه که اجازه به خودم و همکارم میدم که در سرآغاز صحبتمون روز پزشک رو به همه پزشکان حاذق و با احترام کشورم ایران تبریک عرض کنم. یه نکته خدمتتون میگم که انشالله در برنامه آتی هم از امشب ما هر هفته ابتدای برنامه رو مفصل به مسائل و حاشیه‌های لیگ برتر فوتبال خواهیم پرداخت. امیدوارم که اون چیزی که تلاش من و سایر همکارانم هم هست مورد توجهتون قرار بگیره. اما در بخش اول جناب آقای یوسفی رو داریم، عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی و مسئول کمیته فوتبال فوتسال این نهاد، که در خدمتشون هستیم با عماد عربی که بحث رو آغاز خواهند کرد. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ممنون از اینکه ورزش از نگاه دو رو تماشا میکنید. همونطور که همکار محترم جناب آقای بایزی گفتن، انشالله ما از این هفته در آغاز برنامه لیگ برتر فوتبال رو مسائل داوری، حاشیه ها، میکسون و حالا کنفرانس‌های مطبوعاتی بعد از بازی، تمام اینها رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اطلاعات رو دست اول خدمت شما تحویل بدیم. مهمان بزرگواری داریم در این بخش. جناب یوسفی در خدمت شما هستیم. سلام علیکم بینندگان، بفرمایید. خیلی خیلی خوش آمدید. البته افتخار داشتیم قبلا هم در برنامه ورزش از نگاه دو در خدمت جناب آقای یوسفی بودیم. مباحث خیلی خوبی رو با ایشون ان شاءالله مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همچنین جناب عالی هموطنان عزیز، مردم شریف ایران، عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید. قربان شما. خواهش می‌کنم. خیلی خیلی خوش آمدید. ما بریم بدون فوت وقت بحث خصوصی سازی در ورزش کشور ما، بحثی هستش که چندین ساله داره مطرح میشه جناب یوسفی عزیز و متاسفانه به نتیجه هم نرسید. هفته گذشته آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر مصاحبه ای رو کردند و گفتند که این بحث کار ما سخت‌تر شد. حالا بینندگان ورزشی و کسایی که دنبال میکنن
قطعا میخوام بدونن که چه فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده که کار سخت‌تر شده و چه کسی بهتر از شما برای پاسخ دادن به این سوال. خواهش میکنم. من تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون دوست. که به این مباحث مهمی پردازید. من ابتدا لازم هست به خاطری که موضوع دقیق مشخص بشه یک کلیاتی رو در خصوص مبحث خصوصی سازی عرض بکنم. خصوصی سازی اغلب وقتی باید اتفاق بیفته که یک ثبات اقتصادی وجود داشته باشه و تجارب خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف در دنیا وقتی موفقه که عرض بکنم خدمتون به هر حال ساختار اقتصادی درست باشه بعد ساختار اقتصادی و اجتماعی درست باشه. از اون طرف اغلب خصوصی سازی هایی که در دنیا انجام میشه با نرخ صفر ریال عرض بکنم و به پول خودشون با نرخ صفر واگذار میشه و بعد از اون هم معمولاً کمک‌ها، تسهیلات و وام‌های کم بهره در اختیارشون قرار میدن و به دنبال اون به هر حال تضامین مدیریتی میگیرن. ما الان با این تعجیلی که در بحث خصوصی سازی داریم در واقع اون زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادیشو فراهم نکردیم. در حوزه‌های مختلف دنبال خصوصی سازی هستیم و خصوصی سازی هایی که در حوزه های مختلف غیر از ورزش اتفاق افتاده اغلب موفق نبوده و تقریبا 83% خصوصی سازی هایی که اتفاق افتاده در واقع به صورت نیمه دولتی اتفاق افتاده، یعنی ترکیب این آماره که داریم به غیر از حوزه ورزشه. به این دلایل عرض بکنم تا وقتی که خصوصی سازی ما به بخش خصوصی واقعی اتفاق نیفته موفق نخواهد یعنی شما منظورتون جناب یوسفی اینه که ما باشگاه‌هامون تا وقتی که بدهی‌هاشون صفر نشه، ترازای مالیشون صفر نشه این اتفاق نمیفته. یه شقش اینه. به خدمتتون عرض بکنم سابقه خصوصی سازی در ورزش رو هم وقتی ما می‌بینیم در اغلب موارد در کشور ما موفق نبوده. به همین دلیل باید در بحث خصوصی سازی برای تیم‌های بزرگمون استقلال و پرسپولیس که سرمایه‌های اجتماعی بزرگ ما هستن یه مقدار تعجیل نکنیم تا وقتی که هم ما فوتبالمون مخلوط عجیبی از حالت دولتی و نیمه دولتی هست. عرض بکنم خدمتتون در واقع خصوصی سازی ما موفق نخواهد بود و با این ساختاری که به هر حال واحدهای ما از جمله به هر حال ساختار فوتبال ما وجود داره بخش خصوصی واقعی سراغ تیم‌های ورزشی ما نمیان. آقای یوسفی من یه سوالی اینجا به عمت هم میشه. حالا یک نظام جامعه باشگاهداری اومد یک مقطعی هنوزم داره تو مجلس شورای اسلامی خاک میخوره و اتفاقی که میافتاد اگر این نظام جامعه باشگاهداری تصویب میشد بحث خصوصی‌سازی هم خود تصویب میشد. من میخوام بگم یک مقطعی تر بیوتی اومد، تر بیوتی هم همینجوری کلمیکون شد، رها شد و یه سری آدمایی که میتونستن تو بخش خصوصی بیان واقعا ورود کنن و علاقمندن بودن همچنان هم هستن الان دست به گریانن چون هیچ یعنی تضمینی وجود نداره که بیان اون طرح بیوتی دنبال کنن. توضیح عرض میکنم. خب این فرمایشی که میفرمایید مربوط به کل خصوصی سازی است به نوعی و عرض بکنم تا وقتی که اون ساختارهای اقتصادی به وجود نیاد خصوصی سازی هم در حوزه ورزش و غیر ورزش موفق نخواهد بود. عرضم کردم با این ساختاری که در فوتبال ما وجود داره هرگز بخش خصوصی واقعی سراغ به هر حال خصوصی سازی در ورزش ما و در فوتبال ما نخواهد اومد. فعلا نباید منتظر این اتفاق باشیم. من این نکته رو عرض بکنم. یک موقع هست ما یک کارخونه رو خصوصی میکنیم. این کارخونه اگر به نتیجه نرسه و به هر حال خصوصی سازیش موفق نباشه یه تعداد محدودی رو به هر حال درگیر میکنه. ولی یه موقعی از شما استقلال و پرسپولیس رو میخواهید خصوصی بکنید که هر کدومشون چند ده میلیون طرفدار دارن. یعنی شما اگر خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس موفق نباشن چند ده میلیون نفر رو درگیر میکنید و اگر یکی از این تیم‌ها مشکل پیدا کنه تیم دیگری هم دچار مشکل خواهد شد. یه سوال اینجا مطرح است چون هم خیلی بهش کم پرداخته شده. چرا ما همش زوم میکنیم یعنی نگاهمون نزدیکتر میشه روی استقلال پرسپولیس. الان سپاهان دولتی، ذوبان دولتی، فولاد دولتی و و و یعنی شما فقط یک باشگاه من یادمه شموشک نوشهر بود. شموشک نوشهر اونم محلی از اعراب نداره فوتبال ما. یکی دو تا از این تیم‌ها میان دیگه میرن مثل استیلازی. میخوام بگم تیمی به من تمام تیم الان داماشی گیلان نظرم با شما موافقه. یعنی ما نباید ابتدا
بریم سراغ استقلال و پرسپولیس. ما باید از تیم‌های کوچکتر شروع بکنیم. اگر موفق بودیم اون موقع سراغ استقلال و پرسپولیس بریم. اون ساختار رو تعریف بکنیم. بله. و اون ساختا فراهم. به خدمتتون عرض بکنم اگر یکی از این دو تیم آسیب ببینه قطعاً تیم مقابلش هم آسیب خواهد دید، چون بالاخره اینا یک رقابت تنگاتنگی دارن تو اوضاع مختلف. منتها من این نکته رو عرض بکنم، در قانونی که در مجلس مصوب شد قرار شد که سهام استقلال و پرسپولیس تا پایان شهریور 98 عرض بکنم در فرابورس اجرا ارائه بشه و 51% به صورت بلوک واحد فروش بره و بقیهش هم به صورت سهام خرد عرض بکنم عرض بشه. تجربه رو داشتیم در مورد این تجربه، شاید در سایر حوزه ها وجود داشته سایر، ولی خب در خصوص تیم های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس وجود نداشته. حساب اتفاق میافته واقعا؟ به نظر من اتفاق نمیافته، چون اون ساختارهای لازم رو که ما نیاز داشتیم و باید ایجاد میکردیم برای انجام این کار. خود شما وقتی در نماینده دیگه ببینید نظرات نمایندگان متفاوته. بنده خودم هم موقعی که بله بنده موقعی هم که این موضوع تو مجلس مطرح شد حقیقتا موافق این ساختار و این روش نبودم، چون معتقدم اگر ما بخوایم دو سرمایه بزرگ اجتماعی خودمون استقلال و پرسپولیس رو ببریم خصوصی کنیم باید زیر ساختاش فراهم بشه. ضرب الاجل تعیین کردن 6 ماهه و 1 ساله به نظرم یک مقدار تعجیل و این تعجیل ممکنه به هر حال آسیب‌های جبران ناپذیری به این دو تیم که سرمایه‌های ورزش عمده ما هستن وارد بکنن. خب به همین دلیل عرض بکنم به شخص معتقدم باید ما در این ساختار یک مقدار تجدید نظر بکنیم و به نظرم عرض بکنم این ساختار تا به این لحظه قابلیت اجرا نداره. من یه سوال از خدمت شما بکنم، در حال حاضر مجلس شورای اسلامی اولویتش در ورزش ما الان چی هستش؟ ورزش قهرمانیه، ورزش همگانیه؟ ببینید من نظر شخصی ما عرض میکنم، به نظر من ورزش همگانی هست که زمینه ساز ورزش قهرمانی میشه. یعنی ما اگر روی ورزش همگانی تمرکز بکنیم قهرمانان خود به خود از اون بیرون میان و به این دلایل ما متاسفانه الان باید این راه رو بریم که الان نمیریم. یعنی ما باید این مسیر ورزش همگانی رو بریم که ورزش قهرمانیمون روش بکنه، که این راه رو متاسفانه نمیریم. در مجلس راهکاری براش تعریف نشده؟ ما از جهت تدوین قوانین و حمایت از ورزش همگانی قوانین لازم رو تصویب کردیم، منتها زمینه ها و زیر ساخت های لازمه اجرایش وجود نداره. یک دقیقه فرصت داریم تا بریم بخش بعدی. من یک سوالی دارم، میخوام یک سوال حالت انتقادی ازتون بپرسم، ایراد که نداره. بفرمایید. خواهش آقای یوسفی، ما یه نماینده داریم، نماینده مردم تبریز، یک سرکار خانومی که اون چند وقت پیش اومد و خط برنامه، یه نماینده داریم مردم همدان و و و اگه پاس همدان به مشکل برمیخوره سری میان و اقدامات انجام میدن، چرا اینجوری شد چرا اینجوری، اگر یک پنالتی به نفع تراکتوری تبریز گرفته نمیشه میان حقشون هم هست، میان از تیم شهرشون دفاع میکنن، اگر یک دروازه‌بان منتسب میشه به اینکه آقا مثلا تبانی کرده، این اتفاقی که افتاد. اما من میخوام بگم چرا دغدغه نمایندگان مجلس و در رأس اونها فراکسیون که شما عضو محترم فراکسیون هم هستین این نیست که الان مثلا سن پوکی استخوان بانوان ما رسیده به 30 ولی همچنان نهادی مثل شهرداری، نهادی مثل وزارت ورزش و اون جایی که میتونه نماینده مجلس توشون ورود کنن هیچ برنامه‌ای ندارن که این سن پوکی زنگ خطر یک هشداره. عرض کنم نمایندگان حسب وظایفشون هم دغدغه‌های ملی و کلی کشور رو دارن، هم دغدغه‌های منطقه‌ای، و نمایندگان در کل حسب اون وظایفی که دارن در موضوعات مهم حوزه‌های مختلف ورود میکنن، ولی ممکنه در یک منطقه از جمله در یک تیم ورزشی به هر حال مسائلی به وجود بیاد که وظیفه نماینده است که در اون مسائل جزئی هم ورود بکنه، هرچند که مسائل کلی مهمتر هستن، ولی به نظر میرسه به هر حال همونقدر که مسائل ملی مهمه به خاطر اون حساسیت های منطقی به هر حال نماینده هم در مسائل منطقی ورود میکنه. در تکمیل صحبت های آقای واعظی ببینید ما یک پدیده‌ای رو با شاهد هستیم در چند ماه گذشته علل خصوص، این که الان به نظر شما این اتفاق شما بگید در مجلس داره میفته، نماینده‌ها باید در مورد شکست یک تیم فوتبال یا یک سرمربی یا یک نماینده یک فدراسیون تو یک رشته پیروزی یا شکستش آیا نباید دید کلانتر باشه؟ اگر من از وزیر ورزش سوالی میشه من خواهش میکنم اسم خاصی رو نمیبرم، اسم منطقه‌ای رو هم نمیبرم، ولی کلی عرض میکنم به نظرم اگر ما به کلیات مسائل مهم کشور
از جمله بحث‌های به هر حال ورزش بپردازیم و بحث سلامت خود به خود مسائل منطقه‌ای حل میشن. به شخص معتقدم که ما اگر تمرکزمون رو مسائل کلی داشته باشیم بهتر هست، ولی خب یه وقتای ورود به مسائل منطقه‌ای هم اجتناب ناپذیره. بسیار عالی، خیلی از حضور شما ممنونم جانم یوسفی، محبت کردید به برنامه خودتون اومدید، ان شاء الله بازم در کنار شما خواهیم بود. ان شاء الله. من یک سوال دیگه فقط بپرسم، چون آقای یوسفی مهمان برنامه ما هست، همچنان هستن، یه بخشی رو می‌بینیم برمیگردیم، آقای یوسفی هستن، می‌خوایم پس این بخش رو ببینیم، خلاصه بازی پرسپولیس، خلاصه بازی پرسپولیس رو ببینیم، هستیم با آقای یوسفی و جناب بایزی عزیز و در خدمت شما هستیم. قربانش. سرانجام لیگ برتر و سرآمدن انتظار فوتبالی ها. لیگ 19 هم در آخرین پنجشنبه مرداد 98 با تقابل پرسپولیس و جنوبی جنوب در ورزشگاه با بلیت الکترونیکی و کارت ملی بود. همانطور که انتظار می رفت، تغییر در بلیت فروشی و ورود تماشاگران کمی با مشکل همراه بود، اما می توان خوشبین بود به چند هفته آینده و رفع نواقص. به هر حال تنها چند دقیقه به آغاز لیگ، ورودی های ورزشگاه آزادی به صورت رایگان باز شدند. پرسپولیس کالدرون در همان ابتدا در لیست 11 نفرش با قرار گرفتن نام شماره 20 روستایی بازیکن سابق پیکان در ترکیب اصلی همه را غافلگیر کرد. مرد آرژانتینی با ترکیب هجومی از هواداران ارتش سرخ در نخستین ضیافت این فصل پذیرایی کرد و در این دیدار به شدت مورد تشویق هواداران پرسپولیس هم قرار گرفت. وحید امیری هم با بازگشت به پرسپولیس در ترکیب اصلی قرار گرفت. فرشاد احمدزاده به صورت تعویضی وارد زمین شد و کنعانی زادگان جونیور هم 90 دقیقه روی نیمکت نشستند. پرسپولیس کالدرون با سیستم 4-3-3 و یک مهاجم هدف مقابل شاگردان فراز کمالوند سفارایی کرد. در دیداری که واقعا آنچنان که باید و شاید جذاب نبود و میتوان این عدم جذابیت آن را به پای هفته اول لیگ گذاشت، با تکل مهدی ترابی در صحنه‌ای که سماجت و انگیزه حرف اول شاگردان کالدرون بود، دروازه پارس جنوبی جمع گشوده شد تا سرخ‌های پایتخت با همان تکل به یک برد اقتصادی برسند. به هر حال کالدرون در انتهای این دیدار از عملکرد شاگردانش راضی بود و هفته‌های آینده نشان می‌دهد داستان پرسپولیس و کالدرون در این فصل لیگ برتر چگونه رقم می‌خورد. بله، پرسپولیس به مانند فصل گذشته فصل 19 لیگ برتر هم با برد آغاز کرد. سال گذشته موفق شد پدیده رو یکی شکست بده، پدیده‌ای که برخلاف شکست سال گذشتهش این بار اومد با گلزنی شاکری و روح‌الله باقری 2-0 حریف خودش پیکان رو در تهران برد و پرسپولیس به مانند فصل گذشته 3 امتیاز در هفته اول گرفت، جایی که تیم‌های مثل تراکتورسازی مثل استقلال متوقف شدن. حریف‌های جدی برای پرسپولیس در کسب عنوان دوباره این تیم باشه و فردا ببینیم سپاهان رهاوردش از بوشهر، از تیم تازه لیگ برتری شده شاهین بوشهر بعد از چند فصل غیبت در لیگ برتر چه خواهد بود. شاگردان امیر قلینی که بازیکن خوبی هم به جمعشون اضافه شد. اما در این بخش از برنامه کارشناس خوب داوری آقای سلیمانی هم تشریف آوردن به برنامه، بریم اون سوی استودیو و ان شاءالله در کنار آقای سلیمانی بحث داوری این هفته هم ادامه خواهیم داد، ببینیم که مشکلات و در حال اتفاقاتی که در فوتبال ما افتاد در هفته اول لیگ برتر چه مشکلاتی بود که با حضور کارشناس داوری در خدمتشون خواهیم بود. آقای سلیمانی سلام، خیلی خوش اومدید. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عوامل فنی پشت صحنه، در خدمت شما هستم. سلام باشه، خیلی خوش اومدید. خب ما بحثمون رو می‌خوایم با آقای یوسفی به سرانجامی برسونیم. بله آقای یوسفی، الان ما یکی از مسائل مهمی که در ورزش کشورمون الان جناب آقای وایزی هم راجع به بازی پرسپولیس صحبت کردند، بحث ورزشگاه‌های ما هستش، فدراسیون فوتبال، اتفاقی که باعث تأخیر شروع لیگ برتر ما هم شدش، پافشاری کرد که این ورزشگاه‌ها آماده بشه و بعد شروع بشه، به یک قسمتی از اهدافش هم رسید. بحث حالا شماره گذاری صندلی‌ها، دوربین‌ها، ورودی‌ها، می‌خوام ببینم که شما در مجلس چه اقدامی رو انجام دادید برای این کار با توجه به فوت وقت و عرض کنم. من خیلی سریع خدمتتون بگم، ما ورزشگاه وقتی می‌سازیم ده‌ها میلیارد تا صدها میلیارد هزینه میشه.
تأمین هزینه های بالاخره مثل دوربین و فروش الکترونیک نسبت به هزینه های کل ورزشگاه اعداد بالایی نیست. ما در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبلغی رو از ارزش افزوده برای بودجه ورزش کشور در نظر گرفتیم که سالیانه حدود 2400 میلیارد تومان به بودجه عمرانی ورزش کشور اضافه کرد و از این مبالغ میشه در تجهیز ورزشگاه‌ها استفاده کرد و ما حداکثر 10 ورزشگاه برای برگزاری مسابقات داریم. این 10 ورزشگاه رو با اعدادی که عرض شد به راحتی میشه تجهیز کرد. نکته ای که لازم است من خدمتون عرض بکنم اینه که الان ورزشگاه ها رو ما به این دید باید نگاه بکنیم که محلی برای تخلیه هیجاناته. در همه جای دنیا اینجوره و در دنیا به ورزشگاه ها دیگه دید امنیتی ندارن، چون همه چیز تحت کنترله به وسیله دوربین ها یا فروش الکترونیکی و همساله. یعنی با رعایت این زیرساخت ها هستش که محلی برای تخلیه انرژی هستش که خدای نکرده اتفاقی بعد خودش میشه یه دونه دقیقاً میشه یک چالش خیلی بزرگ. و در واقع با این اقداماتی مثل نصب دوربین، فروش الکترونیکی و همساله ها ما تماشاگر رو مسئولیت حال مردم خوب پذیر میشن. به خاطر همین الان شما میبینین حتی در اروپا به نسبت سابق که درگیری ها در ورزشگاهاشون خیلی زیاد بود الان خیلی کمتر شده. این فرهنگ سازی نتیجهش امنیت و اصلا پیست تارتان تو لیگ برتر جزیره نداریم. بله. یعنی چسبیده جایگاه تماشاگر فنس نداریم. و در واقع چون اینجا تماشاگر مسئولیت پیدا میکنه امکان بروز خطا خیلی کم میشه و الان میبینین شما این موانع حفاظتی در اروپا کمتر شده، در باشگاه معتبر دنیا کمتر شده. به نظر ما، به نظر بنده، مجلس این کمک رو به دولت کرده، این کار قابل انجامه و با یک تمرکز در عرض چند سال فکر کنم بتونیم به جایگاه مجلس این راستو کمک کنیم. سلیمانی، یه بحثی که مطرح هست ورود کمیته داوران در فصل جدید لیگ برتر، به ویژه دو داوری که در حال برای بازی سرخابیا و بازی تراکتور هم استفاده شده، ورود رویکرد جدید بود به نسبت سالهای گذشته در بازی هفته اول. یعنی امروز آقای حیدری رو دیدیم، حالا قطعا نظر کارشناسی شما خواهید داد، اما خیلی معضلی نبود که بخوایم نمره قابل قبول بشی ندیم. میخوام بگم ارزیابیتون به طور کلی از وضعیت داوری لیگ در هفته اول به غیر از بازی سپاهان که فردا برگزار میشه چه بوده؟ من قبل از هر چیز پیرو فرمایش آقای یوسفی ما عرض بکنم، این بحث ورزشگاه ها اگر زودتر، یعنی فدراسیون فوتبال اینو سر سامون بده، بحث الکترونیکی کردن و همه زیرساختا رو، خب قطعاً وی ای آر هم به همون ترتیب زودتر تکلیفش مشخص میشه و ما میتونیم از هفته های بعد یعنی داورای پشت دروازه رو نداشته باشیم و در کنارش وی ای آر همون فکر میکنم فرایند مالی رو برای ما خواهد داشت که داورای اتفاق میفته در لیگ 19. امیدواری هست، ولی خب به جهت بعضی از مسائل ممکنه این اتفاق حالا حالا طول بکشه. اما از هفته اول من اتفاقا امروز داشتم مقایسه میکردم با هفته اول پارسال. پارسال ما 6-7 اشتباه تاثیرگذار در هفته اول داشتیم، امسال خوشبختانه هیچ اشتباه تاثیرگذار نداشتیم. یکیش خاطرتون از بازی اصلا پیکان هفته اول پارسال؟ بله، این خب هم سپاهان پارسال ضرر دیده بود. بله، سپاهان هم بود. اینه که امسال هیچ اشتباه تاثیرگذاری رو من تو این بازی هایی که حالا غیر از اون بازی فردا، تو این بازی هایی که من دیدم و مرور کردم ما نداشتیم. حالا تصاویر خواهیم داشت. تو فضای مجازی آره. ما میتونن تو فضای مجازی گفتن گل پرسپولیس پرسپولیس ترابی آره داشته باشیم. مشکل با آفساید نظر شما اینه صحبت کنن. ببینید من حالا تا تصاویر پخش بله. من عرض بکنم خدمت شما، ما یه زمانی از وضعیت مهدی ترابی کاملا در وضعیت آفساید بود. اتفاقا من با کمک داور بازی صحبت کردم دیروز بلافاصله، ایشون خودش گفت بله وضعیتش در آفساید بود. اما چیزی که اتفاق افتاده، ایشون در وضعیت آفساید صاحب توپ نشده، مالک توپ نشده. یه زمانی از شما پاس میدی به عنوان همدسته و مدافع به جای اینکه توپو دفع بکنه، حالا یا به اصطلاح یه حالتی توپ از پاش رد میشه یا لایی رد میشه، به عبارت این شکلی رد میشه و گیر مهاجم میافته. اون وضعیت رو ما میگیم وضعیت آفساید و منفعت بردن از بازی. اما اینجا مدافع میاد توپو دریافت میکنه، ابتدا هم با توپ بازی میکنه. وقتی با توپ بازی میکنه این تیزوشی بازیکن مهاجمه که میاد برمیگرده سریع توپ پاس سالم بوده بغدادی. حالا تصاویر آقای مصدق اگر روی ویدیو بال داشته باشیم، اگر
خب تصاویر فکر کنم روی ویدیووال خواهیم داشت که ببینیم صحنه گل خب، پرسپولیس. حالا تا این تصاویر آماده شه یه صحنه دیگه ای هم بود که اون رو هم به نمایش خواهیم در آورد. بازی تراکتورسازی، آیا آقای فقانی یک پنالتی به ضرر تیمشون بعد میگرفتش که نگرفت؟ اون صحنه رو ما داریم. من چون علت این که عرض کردم هیچ اشتباهی تاثیرگذاری رخ نداد، اینم یکی از اون مواردی بود که یعنی از خب دیروز این مربوط به همین صحنه بازی بود. پرسپولیس که شما توضیح دادید مهدی ببینید. ترابی در شرایط آفساید توپ رو نمیگیره. ببینید مدافع اول بازی میکنه، آقای ترابی برمیگرده توپ ازشون دریا یعنی میگیره. خب اینجا کاملا آقای علیپور توپ رو پاس میده. اگر مدافع اینو بازی نمیکرد آفساید نبوده و گل پرسپولیس. خب صحنه بعدی بازی تراکتور سازی هستش و صحنه حالا بحث برانگیزی که اگر به پای پیمنتا نمیخورد آفساید بود. بله درسته؟ دقیقاً اگر توپو به اصطلاح این مدافع ول میکرد یا لایی میخورد. ببین اول بازی میکنه مدافع، آگاهانه توپو دریافت میکنه ولی خب نمیتونه اداره بکنه. ببین این تقیه که الان میخوره درسته؟ اینجا هم نه نگاه کنی آقای علیپور اینو میگه توپ رو میگیره. بله چون دریافت میکنه دیگه مهاجم در وضعیت آفساید دخالت نیست. دقیقاً بعد اما خب. اون بحثی که شما فرمودید بازی تراکتورسازی من اینو اتفاقا قبل از اینکه حتی بیام تو استادیو با آقای مصدق داشتم نگاه میکردم، با شما داشتم نگاه میکردیم. من لحظه آخرم با آقای مصدق هم عرض کردم، گفتم که این مهاجم داشت زرنگی میکرد که پنالتی بگیره از آقای فقانی. من خودم ابتدا هم برداشتم این بود که به اصطلاح پنالتیه ولی خب فقانی خوب تشخیص رو ویدیو داره الان آماده الان پخش میشه حتی این گل بعده. حالا تا این صحنه هستش که اون مهاجم قبل از اینکه اصلا بیاد بخوره به مدافع زانوهاشو جمع میکنه و میزنه به مدافع. ببین میزنه به مدافع، یعنی زانوی پای چپش مشخصه. تعمدن این کارو انجام میده، تعمدن میخواد پنالتی بگیره از آقای فقانی. پس این هم از نظر شما پنالتی نبود؟ پنالتی نبود، کاملا با تمرکز ایشون ادامه بازی میده و ادامه بازی هم درسته. اون مهاجم داشت زرنگی میکرد که بتونه از آقای فقانی حالا بازی نساجی و گوهر نساجی هم بلوار اولین گلش هم در تاریخ لیگ برتر زد. خب تیم خوبی که رو هم لطفا نگاه بکنید. قهرمان لیگ یک شد. دیروز دیدم به اصطلاح برخی از مدیران نساجی روی این گل با من در تماس بودن. بله. میگفتن گل داور نگرفته ولی من به زرس قاطع میگم این بازیکن مهاجمشون زمانی که زننده ضربه اون سری که زده میشه ایشون یه گام نسبت به مدافع تو وضعیت آفساید قرار گرفته. خب این صحنه اگر دقت کنید اینجا که میزنه ایشون یه گام آره چون بازیکن از اصلا موازیش نیست. خب کاملا مشخص آره یه نیم بدن جلوتره. آقا از 10 چند میدیم به مجموعه داوری ها؟ ما این هفته رو من برداشتم آقای بایزی، من اتفاقا توی هفته قبل یه مصاحبه کردم گفتم فکر میکنم هفته اول ما یه خورده اشتباهاتمون زیاد باشه به جهت اون قانون جدیدی که الان که مفصل هم راجبش میخوایم صحبت بکنیم قوانین جدید. ولی خب خوشبختانه من 10 باید 10 بدم الان دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. هیچ اشتباهی تا بازی فردا ان شاءالله بازی فردا هم چیزی نداشته باشه. هیچ اشتباهی چون بازی میتونه آبستن حوادث باشه. بله این هفته نداشتیم. من تبریک میگم به آقای مونبینی که حالا هفته اول قوی شروع کرد. خیلی هم فقط یک ایراد من بگیرم از آقای مونبینی، این حالا اگه صحنه بود من میگم تبلیغات روی پیراهن داوراست. بله. خیلی اگزاجره شده بود، یعنی اگزاجره که میگم خیلی بزرگ نم سالای قبل حداقل اگه اون شرکتی که میومد پشت اولا پیراهن داور بود، امسال پیراهن داور اون شمایل و شکل شمایل استاندارد داوری نبود، درسته؟ ما توی آیین نامه کمیته داوران یه ماده قانونی داریم به نام ماده 25. بله. میگه کلیه تبلیغاتی که نه این مال ایران باشه، کلا فیفا و AFC میگه کلیه تبلیغاتی که قرار روی پیراهن داورا باشه پشت. فقط آستین و پشت، فقط آستین پشتم نه، یعنی یقه نه، وقتی که این سیاست گذاری میشه این قانون رو نمیدونستن، فقط آستین به اندازه 200 سانتی متر مربع، یعنی 200 سانتی متر مربع باید باشه. آقا لیگ کالچو ایتالیا پشت یقه لباس داورا هست. حالا اون اسم داورا رو می نویسن اگه دقت کرده باشید. تبلیغ نیست، شرکت حالا ما نمیتونیم اسمش رو، ولی اسم یک بزرگترین شرکت تولید لباسه، ولی دیدم اسم داورا رو می نویسن. حالا من دقت اونم خلاف تخلفه،
یعنی ما الان با توجه به این که الان ما AFC خیلی زیاد گیر داده به ایران، حتی یک مالی که ما در به تعویق افتاد، به مسائل کل مسائل رسانه‌ای هم الان امروز به شدت چیز کردن که آقا اصلا یه رو بیشتر کنفرانس مطبوعاتی طول نکشه، به شدت در بحث رسانه‌ای هم ورود کرده. فکر می‌کنم روی این موضوع AFC و فیفا حتما تذکراتی به ما خواهند داد، یعنی آقای مونبینی از همین الان باید بره جلوی این بحثا رو بگیره. خب بریم یه خلاصه ای از بازی پرسپولیس رو ببینیم و گزارش های حاشیه این بازی ببینیم چه اتفاقی افتاد در آوردگاه ورزشگاه آزادی در برد یکیچ قرمزپوشان به مانند سال گذشته که برد حاصل کارشون در هفته اول شد. خب لیگ 19 هم شروع شد، اولین بازی برامون از شروع دیرنگام لیگ و تهیه بلیتتون بگید. اولین که بود خب نسبت به لیگ که دیر خیلی بود، نسبت به لیگ‌های اروپایی شروع شده، بعد اینکه نسبت به بلیت فروشی، بلیت فروشی ما خدا شده الان دو روز پیگیرشیم، اصلا به ما بلیت هنوز SMS تاییدیش واسه ما نیومده. خب بازی لیگ شروع شد و اولین بازی، تونستید بلیت راحت بگیرید؟ نه خیلی سخت بود. خدمت شما عرض کنم از صبح ما حداقل 10 بار اقدام کردیم واسه خرید بلیط، دو دفعش هم شاهد زنده اینجا هستش، پرداختم انجام شده. ببینید هم کد پیگیری داره، دو تا 20 تومن ما دو نفر اومدیم، دو تا 20 تومن حساب من کم شده، پرداخت شده، ولی وارد مرحله خرید بلیط نمیشه. اومدید برای بازی اول لیگو بفهمید که تونستید راحت بلیط مسابقات رو بگیرید یا نه؟ حالا راحت که ما 3-4 بار گرفتیم، یه پول باز برمیگشت به حساب خودمون، بعد آخرین باری هم که گرفتیم پول از حسابمون کم شد ولی ثبت نشد. ما از اندیباش اومدیم 1000 کیلومتر هم تو راه مسافت بود، اصلا همون صبح که رفتیم بعضی وقتا دو بار سه بار هم حتی کم کرده بود، ولی اصلا نه بلیتی نه چیزی اصلا خبری نیست. برای دو نفر 200,000 تومان ما پول دادیم از حسابمون کم شده. بلیت رو راحت تونستین بگیرین؟ نه تونستیم. خسته نباشید. یه سوال، کیفیت لباسا خوبه؟ لباسی که امروز پوشیدیم کیفیتش خیلی خوبه، امیدوارم که عوض نشه، ولی خب این لباسی که امروز پوشیده بودیم کیفیتش خوب بود. توپایی که تمرین میکنیم خیلی سبکن، یه حالت خاصی دارن، شاید عادت نداریم حالا بهتر بشه، ولی خب فعلا که یه ذره حالت خیلی است. آیا حسین نظرتون درباره بازی اول و سه امتیازی که گرفتید و تیم فکر می‌کنید چند درصد به اوج آمادگی خودش رسیده؟ من شما روز 3-4 هفته اول نمی‌تونید در مورد این مسائل صحبت کنید، یه شرط سختی برنامه‌سازی پشت سر گذاشتیم، کادر فنی جدید داریم، بازیکن‌های جدید داریم، ما نیاز به هفته‌های بیشتری داریم که بتونیم بیشتر کار بکنیم، به هماهنگی برسیم، بازیکن‌ها بدنشون بهتر بشه، خیلی کار داریم و خیلی باید بیشتر تلاش بکنیم. آیا علیشا بازی رو اول رو بردین، تبریک میگیم، نظرتون در مورد بازی و شرایط تیم؟ خب اول که خدا رو شکر بالاخره هوادارمون حضور پیدا کردن، من یه گله بکنم چون فوتبال بدون اونها هیچ ارزشی نداره و بخوام پول بدن از حسابشون کسب بشه، بلیت براشون صادر نشه، یه ما هم لیگو بندازیم عقب ولی هیچ تغییر نکنه، خب این من فکر میکنم نما و وجهه خوبی نداره، یه ذره حساب شده تر و کارشناسی شده تر باید به نظرم عمل شه، و چون روح این فوتبال این تماشاچیان اگر نباشن اصلا مطمئن باشید ما هم انگیزه نداریم. نظرتون در مورد گل سمتیازی که زدید و بازی با گل پیروزی بخش شما تموم شد؟ خدا رو شکر تونستیم اولی که سمتیاز بازی رو بگیریم و سمتیاز بازی هم با گل من به دست ما که بازم خدا رو شکر میکنم، برای شرایط بازی اول بود، به نظر من بازی خیلی خوب بود، خیلی خوب و دلچسب نبود، ولی خب خدا شکر ما تونستیم سمت جاز بازی. شما با همین توپایی که حالا انتقادات زیادی بهش میشه یه گل به ثمر رسوندی، واقعا توپ غیر استاندارده؟ والا نمیدونم غیر استاندارده نه، ولی به نظر من شرایط توپ شرایط خیلی خوبی نداره، والا بازیکنای ما بچهای ما که خیلی راضی نیستن. مرسی. بازی چطور بود؟ بازی خوب بود، بازی خیلی سخت، زمین پرسپولیس ماشتیم، ما امروز همه دیدن که تیم ما خیلی خوبه،
لیگ مینو خیلی سخت میشه می لیگ میای بالا این هفته دیگه ان شاء الله ببریم. آقای نوری نظرت در مورد بازی امروز و شکست مقابل تیم سابقتون؟ بازی که بازی خیلی خوبی بود و فکر کنم بچه‌هام خیلی خوب بازی رو شروع کردن و میگم بازی افتتاحیه لیگ معمولا بازی سخت و سنگینی میشه، کیفیت پایینه، ولی تیم ما خوب بازی کرد. پرسپولیس هم با توجه به تجربه بازیکناش که زیادن و بازیکن ملی پوش داره تونست از تجربه بازیکناش استفاده کنه. تبریک میگیم بهشون، سه امتیاز گرفتن، انشالله تو ادامه راه هم پرسپولیس موفق باشه هم تیم. جعفر ستاری عزیز ممنونم بابت تهیه این گزارش و دوست خبرنگارمون که رفتن دیروز به حاشیه بازی اول لیگ، بازی پرسپولیس و پارس جمهوری جمع به تصویر کشیدن. ممنونم و اینکه داغ داغ این گزارش هم تحویل حضورتون شد. اما بریم سراغ بحثمون با آقای یوسفی. خب جناب یوسفی، در خصوص کلیات ورزش می‌خواستیم صحبت کنیم. یه سوالی هم من می‌پرسم، اینو جواب بدید و مطلب خودتون رو هم بفرمایید. ما یک اتفاقی رو، آیا این اول شما می‌پرسم یعنی صحت داره؟ آیا واقعا نماینده‌های مجلس در هیئت مدیره‌های تیم‌ها و فدراسیون‌ها عضو میشن یا از اونها خدای نکرده سوء استفاده میشه برای بهره برداری سیاسی؟ یه همچین اتفاقی آیا میفته و اگر میفته راهکاری که مجلس برای این تعریف کرده چی هستش؟ من ابتدا اگه اجازه بفرمایید فرمایش اول شما رو جواب بدم. ما جلسات متعددی در مجلس با وزارت ورزش، فدراسیون‌های مختلف از جمله فدراسیون فوتبال مرتب داریم. اگر من بخوام به همه مباحث بپردازم شاید زمان ببره، ولی در خصوص موضوع فوتبال ماحصل صحبت‌هایی که هست من خدمتون عرض بکنم. به هر حال فوتبال یک نیاز اجتماعی و در بعضی نقاط امنیتی برای کشور ماست، پس باید به فوتبال توجه بیشتری بشه. متاسفانه رشد فوتبال در کشور ما متوازن نبوده و یک رشد کاریکاتوری داشته و این به نظر میرسه نیاز به اصلاح داره. میشه اینو یک بار دیگه بیان کنید و یه ذره دقیق‌تر توضیح بدید؟ وجوه مختلف فوتبال همزمان رشد نکرده. حالا من فرصت نیست خدمتتون بگم. بیش از هر رشته ورزشی دیگر فوتبال تابع شرایط اجتماعی اقتصادی. اگه ما بخوایم فوتبالمون رشد کنه باید شرایط اجتماعی اقتصادیمون در سایر حوزه‌ها رشد بکنه. متاسفانه پول زیاد در فوتبالی که ساختار نداره باعث شده که متاسفانه فساد ایجاد بشه و ساختارهای موجود و قدیمی رو هم از بین ببره. یعنی الان مشکل فوتبال ما کم بوده پول نیست، بلکه مشکل نبود ساختاراست و باعث میشه که نمایندگان مجلس این وسط چیکارن؟ اومدم کمیسیون بفرمایید عرض میکنم خدمتتون. نکته دیگری که در مورد فوتبال وجود داره، متاسفانه منابع تولید فوتبالیست یعنی ورزش محلات، ورزش مدارس، دانشگاه‌ها و ارتش به فراموشی سپرده شده. مدارس فوتبال جایگزین اونها شده که مدارس فوتبال نتونستن خلأ به طور مثال محلات یا مدارس رو به وجود بیارن. بحث دیگری که ما برای ارزیابی موفقیت فوتبالمون در نظر داریم اغلب صعود به جام جهانی رو ذکر می‌کنیم، در صورتی که ما الان 5 تیم تقریبا از آسیا میره جام جهانی، یعنی ما در بدترین حالت هم جام جهانی میریم. ولی فوتبال ما وقتی موفقه که ما در جام باشگاه‌های آسیا قهرمان بشیم، جام ملت‌های آسیا قهرمان بشیم، به المپیک صعود بکنیم و سال‌هاست به این موفقیت دست پیدا نکردیم. این نشون میده ما در فوتبال خیلی راه داریم، باید جلو بریم. متاسفانه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران تیم‌های قدیمیشون از بین نرفته. تیم‌هایی مثل عرض بکنم مثل نفت تهران عرض بکنم چوک‌های تالش، عرض بکنم خدمتتون و تیم‌های کیان، گسترش، وحدت، خیلی جوانه و خیلی تیم‌های دیگه، و این نشون میده که ما منابعمون راحت داریم از دست میدیم. آقا ما یوسف تو اینجا هستین داغ داغ من بله یه سوال الان یادم اومد که یادم نرفته وقت آقای سلیمانی هم نگیریم. شما نماینده مجلس هستید، یک جایی داریم به نام مجلس، دو تا وزارتخونه داریم، وزارت صنعت تجارت معادن و وزارت نفت. بله. آقای مهندس زنگنه میاد، وزیر نفته میاد میگه آقا بودجه نمیدیم، تیم داری نمیکنیم، جمع میکنیم، نفت رو نابود میکنه و حالا جنوبی و نفت آبادان اینا هستن. از این ور میایم صنعت معدن، 6 تا تیم تو لیگ داره، فولاد، ذوب‌آهن، سپه و تفاوت دیدگاه نماینده مجلس و وزارتخونه از کجا نمیاد؟ ببینید
نمایندگان مجلس دیدگاهشون واحده برای همه وزارتخونه ها. متاسفانه این سلایق مختلفی که در وزارتخونه ها اتفاق میفته این مشکلات ایجاد میکنه. این راهکار نیست که این وزیر به شخص عرض این راهکار حالا شاید فرصت نیست من خدمتون کامل توضیح بدم. مجلس اون مجاری لازم رو بسته ولی متاسفانه یک جاهایی یعنی شخص وزیر سند داره خودش هزینه میکنه. عرض بکنم حالا من فرصت نیست بگم ولی راهکار پیدا میکنن برای تیمداری کردن یا نکردن بر اساس سلایقه. من خیلی خلاصه بگم خدمتون یه موضوعی که وجود داره اینه که ما الان تیمهامون که قهرمان لیگ برتر میشن چه فولاد خوزستان چه سپاهان چه استقلال خوزستان چه حتی استقلال و پرسپولیس حداقل بازیکن رو در تیم ملی دارن. این هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. این نشون میده که ما متاسفانه ساختار انتخاب بازیکنامون در تیمهای پایه به نظر بهتر هست ولی در تیمهای ملی بعضی از مسائل دیگه به وجود میاد. فوتبال زمان کیروش یه خود آقای ویلموس نگاهش خود امیدوارم آقای ویلموس برای یه تجدید نظر بده و به تیم‌های داخلی بپردازن. آقای سفی من بله. سوالی که کردم رو جسارتاً جوابشو نگرفتم. بس همین نماینده ها آیا در حیات مدیره من مستاقی رو ندارم و تا اونجایی که میدونم نماینده ها به اون شکل عضو هیئت مدیره بله. ها نیستن. اگر هم احیاناً باشن دریافتی از جهت مالی و مادی ندارن. و بعیدم میدونم به خاطر عرض بکنم خدمتتون بحث‌های سیاسی ورود بکنن. بنده هم به شخصه از خودم خواسته شده ولی به هر حال احساس کردم به جای بنده ی آدم ورزشی بره تو این ساختار ورزش بهتر است. آقای سلیمانی شما ساکت موندیم بریم سوال شما و اون قانونی که آقای عماد هم بشید بارسته اشاره کرد قوانین جدید داوری. ببینید قوانین جدید که اومد فکر میکنم خیلی از بحثایی که الان در حال حاضر داورا باش روبرو هستن براشون ساده تر شده. مثلا با عنوان یه نمونه من عرض کنم همین امروز اتفاق افتاد تو بحث داوری آقای پیام حیدری اومد کنار زمین خیلی راحت نیمکت فنی رو مشخص کرده اختارم بهش داد. تا به حال این وجود نداشت و نیمکت خارج هم آقای گواردیولا بوده. بله آقای گواردیولا هم اولین نفری بوده که به اصطلاح این قانون رو دریافت کرده. اینه که تا به حال این قانون وجود نداشت و نیمکت فنی خیلی فشار می آوردن روی داورا. یعنی من به جرئت میگم اولین فشاری که از ناحیه به اصطلاح بازیکن‌ها و عوامل فنی به وجود میاد از نیمکت سرچشمه میگرفت بعد بازیکن‌ها به تاثیر و این قانون الان کمک کرده و این قانون کمک میکنه به داور حتی اگر اون نفر مقصر هم پیدا نکنه میره رهبرشون رو جریمه میکنه حالا چه قرمز چه زرد. اینه که این یه بخش کار رو ساده کرده. یه بخش هم اومده کمیته انضباطی حالا برای خود داخلی ما قانون گذاشته خیلی خوبه من خیلی خوشحال شدم که بعد بازی هر کی بیاد در مورد داوری بازی صحبت کنه و اعتراض بکنه بلافاصله جریمه میگیره. قبلا اینجوری نبود. آقای تاتار رو هفته اول آقای تاتار چیز خواستن دیگه خیلی جالبه کمیته انضباطی هنوز لیگمون یه بازیش از هفته بعد مونده دو نفر دعوت کرد کمیته انضباطی. دقیقاً این کار خیلی خوبیه چون هیچ جای دنیا ما این همه فشار و حجمه روی داورا نداریم. چون هر چقدر شما مستنظری هر چقدر فشار روی شما و داور هر کسی که مسئولیت بازی رو داره بیشتر باشه از اون طرف ضریب خطا بیشتر میشه. حالا این یه قانون بود. یه قانون دیگه هم که حالا باز هم من خوشحالم اینه که تعویض‌ها خیلی خوب شد. یعنی از هر کجای زمین دیگه بازیکن باید داره بیرون اطلاف وقت دیگه جلوش گرفته اطلاف وقت یعنی گرفته هر... میشه. حالا یه جوری دیگه من امروز شاهد بودم توی بازی استقلال و ماشین سازی خب دیدم به تعدد بازیکن‌های مختلف خودشونو به اصطلاح به زمین مینداختن حالا یا مصدوم بودن یا نبودن. یعنی مربی ها خواهش میکنم نرن سمت این که چون داور بالاخره شما تا زمین میافتیم موظف بیاد بالا سر شما حالا یا مصدومی اگه دفعه دوم سوم تکرار بشه حتما داور اختار میده یا مصدومی یا نیستی داور باید اینو مشخص کنه ولی دفعه اول داور به زرس قاطع نمیتونه به شما به دلیل اینکه مصدوم نیستی. آقا یه سوال هم الان پیامک دادن گل استقلال که گل ماشسازی که اخراج دانشگاه اینا درست بود دیگه کاملا درست بود بیرون محوطه هم بود و اخراج مستقیم داشت و تمام چون موقعیت آشکار گل رو ایشون جلوگیری کرد و باید اخراج بشه. اما اگه تو محوطه پنالتی بود جریمه بود حتما پنالتی کارت زرد ولی چون بیرون از محوطه بود اخراج. آن اگر دانشگر داخل محوطه این کارو میکرد اخراج نمیشد. اخراج نمیشه. یه پنالتی کارت زرد. ولی چون بیرون محوطه بود مستقیم اخراج. خواهی سلیمانی من از شما چند تا سوال دارم. قوانین چند تا قانون هستش که خب توی این قوانینی که عوض شده بیشتر شاخص هستش.
کلن فیفا از این تغییر قوانین و قوانین جدیدی که در فوتبال ما در لیگ 19 هم قرار هستش که اعمال بشه چه منظوری داشته؟ آیا فوتبال سریع‌تر قرار بشه؟ فوتبال زیباتر قرار بشه؟ حالا در خود این قانون‌ها رو هم تیتوار با هم دیگه چک می‌کنیم، با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ببینید خود فیفا همیشه میگه بازی زیبا، بازی زیبا. درست. اینه که اگر ما بازی زیبا نداشته باشیم، تماشاگر و همه عواملی که بیرون از اون مستطیل سبز قرار دارن رنجیده خاطر خواهند شد. فیفا میگه گل‌های بیشتر، حتی آفسایدهای مساوی یا یه ذره مشکوک رو توصیه میکنه که کمک داورا یه خورده همکاری بکنن که نگیرن. اینه که فیفا هر قانونی رو که وضع میکنه دنبال زیبایی بازیه. شما الان در بحث تعویضا به خاطر این کارو کرده که اتلاف وقت کمتری صورت بگیره. فوتبال سریعتر و بازی سریعتر انجام بشه. حالا زمینه که شما دارین صحبتتون رو ادامه میدین برای اینکه مسابقات ارائه چه خلاصه بازی استقلال ماشین‌سازی رو روی دیوار نمایشیمون ویدیو بالمون داریم ببینیم. بله بازی که در حال خیلی هم شاکی بود استرامو چری. آره اینم حالا خوبه آقای سلیمانی متعذبشش ندادن ازشون بپرسیم. جناب سلیمانی، آقای استرامو چری بعد از بازی اومدن حضور پیدا کردن، یعنی واقعا خیلی افروخته و خیلی افروخته. حالا شرح ماجرا این بود که اومدن نشستن زدن روی صندلی گفتن آقا یکی انگلیسی بغلت حسن خبرنگار بیاد بشینه اینجا و توضیح داد، گفت این بی‌احترامی به من هستش. حالا ما طبق قانونی که داریم بنده یک ماده 16 دقیقاً این تعیین مترجم و اصطلاحا میشه گفت تأمین مترجم برای مربی خارجی به عهده باشگاه استقلال هست، یعنی فدراسیون و سازمان لیگ وظیفه‌ای در این باره ندارن. اما ادبیاتی که آقای استراماچونی داشت، برخوردی که آقای استراماچونی کرد، حالا با اینکه حقم داره ها، سازمانی و فدراسیون زیر سوال دقیقاً این میتونه برای ایشون مشکل ساز باشه. ما باید منتظریم باشیم که کمیته انضباطی ایشون هم بخواد، چون طبق اون قانونی که داریم به سازمان لیگ و فدراسیون ربطی نداره، به عهده خود باشگاه است. الان استراماچونی هم داره شما دارید ملاحظه میفرمایید. البته این دوستمون قبل اینکه بیاد مترجم آقای استراماچونی باشه، یکی از خبرنگار اعلام آماده ای کرد که زبان انگلیسی مسلط بود اما انقدر برافکته بودن عین این واژه رو آقای سلیمانی به کار بردن که شما بازی رو با من نمی کنید و ما هم داریم کلک می زنیم. دقیقا، یه دستی هستش که نمیخواد من موفق بشم. احترام من ایتالیایی نگه نداشتیم و خیلی هم حالا شاید در کلیت کار درست بگه، اما همونجور که عماد ناظر نمیشاره کرد موظف نیست فدراسیون و سازمان لیگ که همچی کاری بکنه. نظر شما بدی بود برای آقای استرامو؟ ببینید در بحث مترجمی خب طبیعتا باشگاه مسئولیتش داره، باید بپذیره که چرا تا به حال بعد از این همه مدت یا ایشون نخواسته مترجم یا اینکه باشگاه خب دیگه انقدر مترجمین انگلیسی خیلی سهل الوصول پیدا میشن، میشه راحت تر پیدا کرد که تا باشه رو باشگاه این کار نکرده. ویفر چفر هم مترجم چیز یعنی آلمانی صحبت نمی کرد تو مترجم نه بود انگلیسی بود. اینه که خیلی راحت باشگاه میتونست این کار بکنه، حالا چرا نکرد؟ ولی این چی باعث نمیشه که ایشون بیا سازمان لیگ و مورد خطاب قرار بده یا فدراسیون رو مورد خطاب. حتما تبعات داره، یعنی خود کمیته انضباطی هر گونه مصاحبه در قبال این که مسئولان حالا فدراسیون یا ارکان برگزاری بازی رو زیر سوال ببرن حتما اینها رو بله تو آیین‌نامه کمیته انضباطی هست. حالا ببینیم برخورد میشه نه. بریم یه بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم در بخش نهایی با این دو عزیز همراه خواهیم بود. نامه رو هم وزارت ورزش و هم اقتصاد دارایی به ریاست محترم مجلس فرستادیم و در اونجا تاکید شده که میبایست مصوبه مجلس اصلاحاتی درش صورت بگیره تا بتونه به همون روندی که ما در مدل خصوصی سازی در سازمان خصوصی داشتیم بتونیم به اون روند برگردیم و کار ادامه پیدا بکنه و بتونه از طریق مزایده و یا نهایتا مذاکره این دو تا باشگاه انشالله کارش تموم بشه. که انشالله بحث استعدادیابی کشور است، یکی از بحث‌های کلیدی که در ورزش کشور می‌بست دنبال می‌شده. ما با توجه به اینکه تعداد زیادی از شهرستان‌ها و بخش‌های ما به دلیل اینکه خیلی از فدراسیون‌ها کار قهرمانی کشورشون یه مقداری کم رنگ‌تر شده و عمدتاً به کار باشگاهی می‌پردازن، تو کار باشگاهی هم می‌دونید که خیلی از استعدادها دیده نمی‌شه. از امروز جلساتمون رو با فدراسیون داریم شروع میکنیم که تفاهم‌نامه سال 98 شون رو با توجه به شرایطی که در سال 98 داریم رو بتونیم با هم به تفاهم برسیم.
تفاهم‌نامه مالی رو بله از امروز شروع می‌کنیم. البته از ابتدای سال تا الان در 4-5 مرحله به فدراسیون‌ها کمک‌های مالی صورت گرفته. دکتر خسته نباشید، میدونم که وزارت خیلی داره زحمت میکشه، مشکلات مالی و اقتصادی کشور خیلی زیاده، ولی واقعا بعضی از فدراسیون ها بعضی از تیم های ملی شرایط اردوی خیلی سختی دارن، حقوق عقب افتاده مربیان، کمبود امکانات حتی در بحث خوابگاه و تغذیه و غیره. عرض کنم خب بحث درستی است که مطرح میکنید. سعی وزارت ورزش این بوده که اون شرایط بر اساس اولویت بندی که انجام گرفته شرایط رو برای اکثریت رشته‌هایی که کسب سهمیه المپیک میکنن و برای المپیک دارن آماده میشن رو به گونه‌ای فراهم بکنه که لطمه‌ای به این موضوع نخوره. یه خود شرایط سخت شده، اما این سختی به این معنا نیست که کاری متوقف شده باشه، اعزامی متوقف شده باشه، یا اینکه شرایط رو به نوعی میشه گفت قفل شده باشه. نه، ما اکثر فدراسیونمون دارن تلاش میکنن که علارغم همه این سختی ها کارشون رو انجام بدن. ستاد بازی ها هم داره رصد میکنه و هر جایی که نیاز بشه ورود میکنه و کمک میکنه. یکی از مشکلاتی که ما فدراسیونمون دارن اینه که یه مقدار انتخابات رؤسا بعد موقع هستش. مثلا همین کشتی انقدر عقب افتاد، ببینید شاید این یه بهانه میشه برای نگرفتن سهمیه یا نتیجه نگرفتن در المپیک. وقتی مثلا اگر ما بتونیم یه تدبیری رو اتخاذ کنیم که بلافاصله بعد از المپیک رؤسای فدراسیون انتخاب بشن، یه رئیس فدراسیون 4 سال واقعا وقت داره و اون موقع میتونیم ازش بخوایم که چرا نتیجه نگرفتی. خب ببینید، حالا فدراسیون کشتی که بالاخره 8 سالی آقای خادم حضور داشتن، خب بعض وقتا اجتناب ناپذیر دیگه در اختیار وزارت نیست. یه رئیسی استعفا میده، یه مشکلی پیش میاد، یه رئیسی استعفا میده و خب طبیعی است که ما موظف هستیم که مسیر و فرایند برگزاری مجمع رو انجام بدیم. مشکل تحریم باعث شده که خیلی از تیم‌های ورزشی ما یا تیم‌های ملیمون مثل تیم ملی فوتبال یا باشگاه استقلال پرسپولیس پولشون رو نتونن از فیفا یا AFC بگیرن. خیلی شاید درخواست کمک دارن از وزارت امور خارجه، و آیا شما در این زمینه رایزنی با وزارت امور خارجه انجام دادید؟ نه. ببینید، هماهنگی زیادی را همین الان هم دوستان ما در وزارت خارجه دارن انجام میدن. سفرهای خوبمون، سفرهای عزیزمون در وزارت خارجه در کشورهای مختلف اومدن تو این کار کمک کردن. و که جا داره من از خیلی از این سفرهای عزیز تشکر بکنم که هم به فدراسیون فوتبال و هم به سایر رشته‌های ما تو این زمینه کمک کردن با هماهنگی و رایزنی که با وزارت خارجه انجام گرفته، با سفرامون انجام گرفته، با فدراسیون جهانی مربوطه انجام گرفته. سعی شده که تا اونجایی که میشود کمک کرد که بتونن مطالبات خودشون رو وصول بکنن. آقای دکتر، بحث داغ این روزها ورود زنان به استادیوم. خیلی دارن دوستان تلاش میکنن که بلکه خانوما به استادیوم هم بیان و شاید حق طبیعیشون باشه، و به قول یکی از دوستان چند روز پیش صحبت کرده بود، گفته بود که آقای فکر میکنم زالی امیری بودن، که وضعیت کنسرت ها یا پارک ها چه فرقی با استادیوم ها داره. من یه توضیح اول بدم راجع به سوء برداشتی که از صحبت جلسه قبل من انجام شده بود. من گفتم که در شرایط موجود در استادیوم های ما به لحاظ زیرساختی خیلی از استادیوم های ما شرایط مناسبی رو برای حضور بانوان ندارن. خیلی از استادیوم های ما دارن، مثلا استادیوم آزادی این شرایط رو داره، نقش جهان اصفهان داره، یادگار امام داره، اینا شرایط رو دارن که بانوان ما با رعایت همه اون چارچوب ها توی استادیوم ها حضور داشته باشن. باز تأکید کردیم که مسابقات ملی، چون نوعا مسابقات ملی ما در استادیوم آزادی برگزار میشه، مسابقات ملی شرایط به گونه‌ای فراهم است که بتوانیم شرایط رو فراهم بکنیم که با رعایت مسائل فرهنگی و شرعی بانوان خانواده حضور داشته باشن و بعضا مسابقات رو ببینن. اما برای مسابقات باشگاهی گفتیم که الان خیلی از استادیوم‌های ما این ساخت رو ندارن. ممنون از اینکه بیننده برنامه ورزش از نگاه دو هستید. در حال یک بازی از لیگ برتر در هفته اولش مونده که فردا سپاهان اصفهان به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت، شاهینی که خیلی علاقمند داره، خیلی بازیکن تراز اول به فوتبال کشور اون معرفی کرده و بعد از مدت‌ها به لیگ برتر برگشت. اما جنبندی نهایی بحث اون با آقای سلیمانی داور و کارشناس پیشکسوت ورزشون و آقای یوسفی. در خدمتتون.
بفرمایید آقای عربی هست. خواهش میکنم شما سخن پایانیتون رو بفرمایید. میدونم راجع به مدارس فوتبال حالا بحث خیلی بحث گسترده ای هستش، اما این رو برای ما توضیح بدید و ورود مجلس به این بحث رو لطفا. عرض کنم خب بحثا خیلی زیادن، من بخوام خلاصه بکنم، ولی خدمتتون عرض بکنم در ساختار ورزش ما به خصوص فوتبال خلاهای زیادی وجود داره که این نیاز داره بین مجلس و فدراسیون و وزارتخونه این هماهنگی به وجود بیاد. یکی از مسائلی که مطرح شده بحث مشکلاتی است که در مدارس فوتبال کشور وجود داره. ما 18 سال حدوداً لیگ حرفه‌ایمون شروع شده، متاسفانه در این 18 سال ما ورزش محلاتمون، ورزش مدارسمون، ورزش دانشگاهامون تعطیل شد، ورزش مدارس فوتبال جایگزینش شد که به نظر من اصلا نتونسته جایگزین خوبی باشه و متاسفانه اون منابع اصلی فوتبال ما از دست دادیم و مدارس فوتبال نتونسته جایگزین بکنه. این نیاز به بررسی داره، نیاز به تدوین قانون داره که ما در به هر حال مجلس هم این آمادگی رو داریم با هماهنگی وزارت ورزش و فدراسیون ایشالله خدمت بسازیم. انشالله. خیلی از حضورتون ممنونم. آقای سلیمانی شما بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که حالا چون آقای دکتر رفت سمت محلات ما هم یه گریزی بزنیم. اینه که ما در بحث همین ورزش‌های حالا همگانی توی حالا شهرداری سازمان ورزش، خب خوشبختانه ما دو تا حامی خیلی خوب داریم، یکی آقای دکتر کاظمی رئیس دفتر شهردار تهران، یکی هم آقای مهندس هاشمی رئیس محترم شورای شهر. این دو نفر خیلی حمایت میکنن. ما چیزی رو که الان برای ما تصوره داریم دنبالش میریم بحث همون محلات داریم اوج میگیریم اون سمتی. ما خودمون فوتبالی هستیم ولی اومدیم تا به حال کار فوتبالی نکردیم. حضرت علی شاهد بودی یه کار هندبالی کردیم. بله بله. و تمام رشته ها دگیشن دوشنبه های ورزشی. دوشنبه های ورزشی رو ما یعنی شدیداً دنبال اینیم که البته صدا سیما هم واقعاً دستش درد نکنه. من همینجا تشکر بکنم که پای کار اومد ما کل ایران بتونیم اینو گسترش بدیم. خیلی عالیه. بحث خیابان ورزش خیلی داریم دنبال میکنیم. الان رسیدیم به انتهای فصل اولش. بله که این اتفاق بیفته یعنی ورزش محلات ما آوردیم دل مردم. آقای سلیمانی خیلی از شما هم ممنونم. شما چند وجه هستین، هم داور هم یاد طولانی در امر ورزش همگانی. از شما ما یوسفی ممنونم که در کنار ما بودین. از امال عربی هم بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه با دانش اطلاعات بالا. بخش اعلی ورزشی رو خدمتتون تقدیم کردیم. بریم یه گزارش کوتاهی از تمرینات تیم ملی جوانان واترپولو اون ببینیم که چند سالی از در آسیا یک تازی میکنه. اگرچه تیم ملی بزرگسالان اون بعد از تقریبا نیم قرن حالا کم و بیش در بازی آسیا سال گذشته برنز گرفت و تبریک هم جا داره به اونا بگیم، واترپولو جوانان یک اصل جدایی. گزارش رو ببینیم. برمیم خط قرمز ما رو همراهی خواهند کرد. بفرمایید شرایط تیم ملی جوانان ما رو الان چجوری می‌بینن؟ How was the conditioning of junior team؟ دو ماهی است که چند مدت تمرینی با مربی تیم ملی بنده داشتن، به صورت تدریجی پیشرفت خوبی داشتن، ولی هنوز خیلی چیزا هست که باید عوض شه. ما زمان داریم که تا شروع مسابقات ان شاء الله اینا رو عوض بکنیم. بفرمایید که ایشون با توجه به شرایط رقبا فکر می‌کنن ما چه مدالی کسب کنیم. Listen, this is a really sensible things and I don't like to answer on یعنی که این سوالی نیست که بتونم جواب بدم. شما یه نیم ساعت قبل دیدین که یکی از بهترین بازیکنان تیم کتش آسیب دید و از تمرین خارج شد، ولی این قول رو میتونم بهتون بدم که ما تمام تلاشمون رو برای ایران می‌کنیم. Promise that we will give our best and to fight for Iran. This is the answer. دارم که میخواین اعزام بشید مسابقات آسیایی. سلام، خسته نباشید. دارم خدمت شما همکارانتون همچنین بینندگان محترم برنامه ورزش شبکه دو. بله به امید خدا دوم تا یازدهم مهر ماه مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کشور هندوستان برگزار میشه و تیم ملی واترپولو جمهوری اسلامی ایران هم در رده جوانان انشالله با تمام قوا در این مسابقات شرکت. از شرایط درون اردوی و امکاناتتون برای ما بگید. از نظر سخت افزاری و استخر و مربی و اینا شرایطمون خوبه. بچه ها خوابگاه و تغذیه نسبتا خوبی هم دارن، خوابگاهی که نزدیک استخر نوهدهی هست. آقای الکساندر چریچ سرمربی تیم ملی هم مقاطعی به ما کمک میکنه و
از این بابت ما خوشحالیم و آرزوی موفقیت میکنم برای تیم ملی. چند دور است که تیم ملی انتخاب میشی و دعوت میشی؟ امسال اولین دورمه، ولی من تیم ملی بزرگسالانم امسال دعوت شدم. شرایط اردویی و تمرینات چطوره؟ شرایط اردو خوبه. برای تمرینایی که میدن بچه‌ها پیشرفت زیادی کردن و فشار اردو هم بالا. فکر می‌کنی چه نتیجه ای رو بگیریم در هند؟ ان شاءالله می‌جنگیم برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیریم. حضور آقای چیرو در تمرینات دیدم که با صدای خیلی بلند و خیلی جدی تمرینات رو پیگیری می‌کنه. بله، ایشون خیلی جدی هستن، تلاش میکنن که ما بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم. شرایط اردوی خوبه؟ شرایط اردو بسیار خوبه، مخصوصا برای بچه های شهرستان که تازه اومدن و با مربی سربستانی و مربی های خود مربی های در سطح بالای کشور دارن کار میکنن. اقامتتون، شرایط درون اردوی، تغذیه؟ میشه، تغذیه هم بد نیست، خوبه. خوبه. دیدم که آقای چیرو هم بالا سر تمرینات میان و توی کار آقای غلامی به هر حال ایشون یه راهنماییایی دارن و خیلی جدی. آره، آقای چیرو واترپولوی نوینو از شرق اروپا آورده به ایران، خوبه، خدا رو شکر ما هم از ایشون یاد میگیریم، خوبه، خیلی خوبه. فکر کنی جزء نفرات اصلی انتخابی باشی؟ هر چی خدا بخواد، نمیدونم. بخش گزارشی جوانان واترپولو رو دیدیم. من لازمه که در این بخش خبر خیلی خوب برای علاقمندان به شنا عرض کنم که آقای مهرشاد افقری، امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم، امروز موفق شد در بین 70 شناگر در رقابت‌های مجارستان 20 بشه و افتخار خیلی خوب برای شنای کشورمون به دست بیاره. امیدواریم که آقای رضوانی ریاست فدراسیون و دوستان تلاش کنن که ان شاءالله سهمیه‌های لازم برای المپیک 2020 بگیریم. اما بریم خط قرمز و خط قرمزی که صحبت کردیم راجبش که اتفاقاتی که در فوتبال ما این چند وقته داره میفته اتفاقاتی است که میشه روش تعامل داشت، تعمق کرد و فکر کرد و اینکه چرا فوتبال ما به سمت سویی داره میره که الان برای اینکه یک بازیکن در پایه بتونه خودی نشون بده، علارغم اینکه استعداد زیادی هم داره، فقط تازه گوشه کناره کشور نمیگیم، داخل کلان شهر مثل تهران دارم میگم که خیلی هم دیده میشه، باید دیگه از هزار گذشته میلیون ها تومان پول خرج کنه تا برسه به ترکیب اصلی و نهایت شرایط استعدادی هم که داره، یا شاید کسی از رجال سیاسی و غیر ورزشی پارتی این دوستمون بشه که بره توی تیمای فوتبال سری تو سرا پیدا کنه. این اتفاقات باعث شده دو تا مهمان عزیز و ارزشمند داشته باشم. اما قبل اینکه این دو عزیز رو معرفی کنم خدمتتون، یک بخشی که 2 دقیقه خیلی کوتاه ورودی خط قرمزمونه، ببینیم که چه محصلی قرار هست که اتفاق بیفته در بخش خط قرمز امشب با همراهی دو تا از فوتبالیستای بنام، دو تا از بازیکنای با اخلاق و دوست داشتنی که خیلی از علاقمندان ورزش و فوتبال با اونا خاطره دارن. بازیکن، مربی، مدیر، مدیر برنامه و کلی تیترهای دیگه در فوتبال امروز ایران و دنیا. شاید با یک نگاه کاملا شفاف به تاریخ فوتبال کشورمون خیلی از نکاتمون دستگیرمون بشه. یه تیم و 11 بازیکنی که با کمترین چشم داشت مالی در نهایت عشق و احترام برای پیراهن تیم مربوطه تا سرحد جونشون بازی می کردن. پیراهن‌های مثل شاهین، استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، زباهن و خیلی از تیم‌های دیگه. یه قرارداد سفید امضا و یه فصل پر از هیاهو و افتخار. از دل همون بازی‌ها و فوتبال قدیمی کلی بازیکن با افتخار تحویل تیم ملی می‌شد که برای دونستن تاریخ زندگی اون بازیکن‌ها باید ساعت‌ها وقت بگذاریم. فوتبالی که هرچه گذشت تنها و تنها تر شد. جالب این که در روزهایی که این فوتبالیست ها برای تیمشون کار می کردند، نه رسانه‌ای بود و نه فضای مجازی، نه مدیر برنامه‌ای بود و نه دلال. یه بازیکن بود که وقتی کنار قدیمی های فوتبال قرار می گرفت جلوتر از اونها حرکت نمی کرد. اما حالا امروز در فوتبال ما پول نقش اصلی رو بازی می کنه، پولی که دیگه عشق به باشگاه رو هم نمی شناسه. فوتبال امروز و نقش دلالی و جابجایی بازیکن‌ها بسیار مهم شده و چه بسا اگر خیلی زود به این زخم تازه نرسیم، لیگ برتر فوتبال ما از مسیر خودش منحرف میشه. فوتبالی که زنگ خطر جابجایی بازیکن‌ها با پول و پارتی و شرایط خانوادگی خیلی وقت براش به صدا در اومده. دلمون لک زده برای فوتبال ناب.
برای یک فوتبال پاک، برای حضور نسل فوتبالی تازه بدون پول و پارتی. مبالغ سنگین چند صد میلیونی برای حضور یک بازیکن در تیم جوانان فلان تیم و قصه های عجیب و غریب بازیکنان شهرستانی برای حضور در تیم و یا دام گسترده دلالان داخلی و خارجی صرفا برای پول بیشتر، درد امروز رو بیشتر کرده. قصه خیلی بیشتر از این حرف هاست و حرف ما ادامه داره. بله، ورودی خط قرمزمون رو به اتفاق دیدیم و شنیدیم و دو مهمان عزیز، سید مهدی سه‌ساله و محمد نوری، بازیکنان سرخابی پایتخت که کلی از علاقمندان به فوتبال پایتخت و استقلال پرسپولیس باشون خاطرات خوب دارن. خیلی خوش اومدین. سلام هر دو عزیز، شبتون بخیر باشه. قربان شما جان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای بایزی، محمد جان عزیز، دوست قدیمی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز در خدمت. خوش آمدید محمد آقای نوری. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز ورزشت نگاه دو، خدمت شما آقای عزیز و دوست عزیز و همبازی قدیمی جناب آقای سید مهدی سه‌ساله. امیدوارم که بتونیم خیلی شفاف و روک به سوالات بپاسیم انشاءالله. من مهدی رو هر ماهی یکی دوبار میبینمش، ولی محمد رو دلم برای تنگ شده بود. خیلی خوشحالم مجدد بعد مدت ها میبینم. یکی از بازیکنان با اخلاق و من ارادت ویژه به پدر محمد آقای نوری دارن که مدتی با هم همکارم بودیم. من اجازه است کلامو با سید شروع کنم. آقای سید ساله عزیز، یک بحثی که اتفاق میفته و بحث قدیمی هم است، ولی هیچ راهکاری هم براش پیدا نمیشه. الان به مانند یک قارچ سر هر چاره کلاس فوتبال سبز میشه. هر روز که شب که میخوای صبح بالا میشی کلاس فوتبال جدید. اما دریغ و درد که تیم ملی المپیک اون 50 سال نرفته المپیک، جام ملت‌ها نزدیک 40 اندی سال قهرمان نشدیم، جوانان مدت هاست دیگه خواب قهرمانی ببینیم. حالا یک اتفاقاتی بعضی موقع میفته و ما میریم جام جهانی هم، اما اون اتفاق درست درمونه نمیفته. چرا؟ ببینید مهدی جان، عرضم به خدمتتون شرایط فوتبالی ما طوریه که الان نگاهی ویژه به پایه فوتبالمون نمیشه تو باشگاه‌های مختلف. مدارس فوتبال هم که الان شما میبینید مدارسی شده که فقط به اسم یه سری از دوستان عزیزمون هستن، ولی خود اونا نمیان یاد بدن. یه سری آدمایی میان کنار اون بازیکن‌ها قرار، بچه‌ها قرار میگیرن که تجربه بالایی ندارن تو رشته خودشون، رشته فوتبال، که بتونن جاهای بزرگ بازی کرده باشن، تجربه های زیادی داشته باشن. ببین یه بازیکن نوجوان باید در یه بازیکنی که تجربه داره، با این بازیکنی که گرم سردی روزگار کشیده استفاده کنه. ما الان فوتبال پای باشگاهمون رو شما نگاه کنید، خیلی کمتر بازیکن از اونجا به سمت تیمای بزرگسالا میبرن، به خاطر اینکه به اون صورت نظارتی داده نمیشه. مثلا الان یک دو سال اخیر باشگاهی مثل سپاهان و چه قدیمی فوتبال مملکتمون هست، الان آکادمی‌های بزرگی زده، نساجی مازندران و من رصد می‌کردم، ردای امیداش، سایپا هم داره، سایپا داره، پیکان داره. ببینید خب پیکان، سایپا از قدیم ردای پایشون جزء ردای پایه خوب فوتبالمون بودن. خب قدیم راهن رو داشتیم، بانک ملی رو داشتیم، خب اونا از بین رفتن چون به بخش خصوصی سپرده شد و بخش خصوصی نتونست استفاده کنه. مشکل اصلی ما اینه که من احساس میکنم مشکل مدیریتیه. شما ببینید ما باید مدیرای ورزشی بذاریم داخل باشگاه که بتونن نظارت بهتری داشته باشن، کاری که قطر کرد. شما ببینید قطر اومد قهرمان جام ملت آسیا شد، یک شبه نشدیم قطر. یه سانچزی بود که مدت‌ها ببینید اومد، واقعا اومد استعدادیابی کرد، گشت مربیای بزرگ آوردن برای پایمون. شما این مربیای بزرگ ما نمیاریم برای پایمون که بتونیم واقعا دارم میگم بچه‌ها یاد بگیرن که به چه سیستمی برسن. پس یک برداشت که از صحبت اولیه شما دارم این که مدیرانی که میان برای فوتبال ما، مدیران ورزشی نیستن. محمد جان میخوام شما رو وارد این بحث کنم. اولا یک کوچولو راجع به بازی دیروز بگو، راضی بود از وضعیت بازی تیم؟ بازی تیم که تیم ما خیلی خوب بازی کرد، مثلا بازی اولش بود. خب تعدادی از بازیکنامون سابقه بازی تو لیگ برتر حتی ورزشگاه آزادی رو نداشتن و فکر کنم خیلی خوب جلوی پرسپولیس بازی کردیم و بازی کاملا پایاپای بود و فکر کنم پرسپولیس رو حساب تجربه‌ای که داشت، بازیکن ملی پوش زیادی که داشت، تونست برنده بشه. بهشون تبریک میگم، به هوادارشون تبریک میگم و ما هم نسبتا بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و ان شاءالله تمرکزمون رو بازی بعد که ان شاءالله بتونیم. ولی خدایش طرفدارای پرسپولیس دوست دارن، یعنی این اتفاق، این درست دارم میگم اینو؟ دوست دارن. خب بالاخره ما 5 سال 6 سال تو این تیم بودیم و خاطرات خیلی خوبی بودیم و واقعا منم علاقه دو طرفه است. منم خیلی دوست دارم تیم پرسپولیس، از بچگی دوست داشتم، هوادارانش رو دوست دارم
و همیشه ارادت خاصی نسبت به هوادارش. بسیار عالی. محمد، خودت یکی از بازیکنایی بودی که بازی در تیم‌های بزرگ تجربه کردی، حالا از سپاهان و پرسپولیس و سباباتری و قطر هم بودین. آره اون دیگه قطر که وضعیت خاص خودش داشت. میخوام بپرسم که استعداده واقعا توی محمد نوری توی سید مهدی صالحی کشف میشه میرسن به اینجا؟ اما من حالا مستندش موجود هست، اگر نیاز شد حتما ارائه خواهیم کرد. اتفاقی میفته توی پایه فوتبال کشورمون، توی یکی از تیم‌های پرطرفدار پایتخت بالای 200 میلیون تومان هزینه میشه، پدری که تمام آرزوهاشو توی ساق پای پسرش میبینه، آرزوهای ناکام خودش رو، این پولو میده هزینه میکنه فقط دو تا 10 دقیقه دو تا 5 دقیقه بیاد تو تیم نوجوانان جوانان توپ بزنه. اون این بحث که بحث بزرگه، فکر کنم باید خیلی موشکافانه برخورد شه با این بحث. من شاید بالای 30-40 نفر بهم زنگ زده بودن که مثلا آقا فلان کس از ما فلان قد پول خواسته ما رو وارد تیم کنه، میشه نمیشه؟ که من گفتم اصلا همچین چیزی وجود نداره، چون ما خودمون رو توانایی فردی خودمون رو کشیدیم بالا، بالاخره دیده شدیم تو تیم‌های پایه، از نوجوانان اومدیم، جوانان امید، حالا چه بحث تیم ملی چه بحث‌های پایه، خودمون رو کشیدیم بالا. ولی خب یه سری افراد الان کنار فوتبالن، نه ایجنتن نه هیچ سمتی ندارن، ولی خب به قول شما پدر خیلی آره، پدر دوست داره پسرش بازیکن شه، دوست داره معروف شه، دوست داره به آرزوهاش برسه، حاضر هزینه‌های گزافی رو تقبل کنه، ولی این به نظر من کاملا اشتباهه و این نیاز داره که آخه اشتباه محمد جان دیگه چیکار باید بکنه؟ من خودم اصلا فکر کنم یه خود استعدادم پسره داره، نه اینکه بگیم استعداد نداره، ولی وقتی می‌بینی استعداده هیچ جوری دیده نمیشه، یعنی حتما بعد این پول تزریق شه تو باشگاه، جیب کادر فنی ها یا مدیریت یا هر چیزی، خب چاره‌ای نداره. خب من اعتقادم اینه که اولا نباید تزریق شه، یا اگرم واقعا کسی این کارو انجام میده باید سریع اینو به فدراسیون فوتبال، به کمیته اخلاق، به کمیته انضباطی ارجاع بدن، طرفو دستگیری کنن، چون واقعا این چیز خیلی عجیبیه که طرف بخواد پول بگیره بره تست بده بعد خط بخوره یا هزار یه اتفاق دیگه بخواد بیفته. من اعتقاد دارم این باید اولا که فوتبال پایه ما باید خیلی شکیل‌تر، خیلی حرفه‌ای‌تر، خیلی مربیای حرفه‌ای سر کار پایه‌ای ما باشن. گمنام که واقعا چقدر هم بازیکن تحصیل من خود دارم. من قطر یک سال بازی کردم، تیمی که من بازی کردم تیم آخر قطر بود، ما سه تا زمین تامین داشتیم، تمام تیمای پایه‌شون علاوه بر اینکه سرویس می‌گرفتن توی همون زمین تمرین می‌کردن، مربیای خارجی که گذاشته بودن واسه شون از نونهالان، حالا نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید یا همه چی، با تمام امکاناتی که ما داشتیم همون امکاناتو به نونهالانشون هم میدادن، مربیای اسپانیایی، مربیای پرتغالی رو در اختیارشون داشتن و بهترین خروجی هم داشتن و حتی حقوق ناچیز هم بهشون میدادن به اون بچه، اینقدر تشویقشون میکردن که راغبشن سر تمرین میان حضور، یه چیز کاملا شفاف و واضح. بسیار عالی. بریم یه بخش ببینیم گل‌های لیگ ببینیم در هفته اول، یه مرور کنیم بازی‌های لیگ در هفته اول و حالا حتما به بحث سایپا هم خواهیم رسید که پارسال در هفته اول سه تا به سپیدرود زد، سایپایی که امسال کاملا جوان شده و 17 تا بازیکن اصلی خوش از دست داد توی فصل نقل و انتقالات، اما در حال بی ربط با بحث ما هم نیست، اومد یه سری جوانان از آکادمی خودش اوورد، الان در کنار بزرگانی مثل روزبه شاهلی‌دوست و و و ابراهیم صادقی خوب نشون داد، یک بازگشت رویایی داشت به قول معروف و 2-0 باختر رو 3-2 مقابل زابهان برد. بریم این بخش گل‌های لیگو ببینیم، با شما همچنان هستیم. سال و هفت ماه میانگین سنی یه ضربه سر اونجا کورنر اعلام کرده کوتاه و حالا گل، حالا گل اول کرسانتوس برای بوهمدان، یک کدوی عالی میتونه شوت بزنه بوهمدان و گل دوم، بعد جور لرزید، یه بار دیگه معین عباسیان سانت روی دروازه و حالا گل، حالا صحبت میکنن کارت زرد دوم و اخراج چراغعلی از میدان، تعویض سوپر طلایی از ابراهیم صادقی، معین عباسیان اومد به بازی، یک کورنر گل شد، اینجا هم یک کاشته زد خودش گل زد، اومد برای سایپا برای طراحی یک ضد حمله، یک پاس عمقی خیلی خوب، فرصت برای سلیمانی دروازه بانم جا گذاشت و این هم خود درخشان مهسانت روی دروازه کنترل سیره، یه ضربه وحشتناک رضا حبیب‌زاده، یه ضربه و درست توپ رفت جایی که فلاح‌زاده حضور داره،
و این هم سوت پایان این دیدار. اینجا هم بازی آغاز میشه با سوت آقای کوپال ناظمی. به نام برزای بازیکن سابق استقلال تهران پشت ضربه قرار گرفت، ارسال به روی دروازه خوب این کار انجام میده، فرصت برای بازیکنان گلگوهر و زمینه. میلاد سنلک، فرصت برای بازیکنان نساجی و ضربه‌ای که مقابل دو حالا ارسال میشه کوتاه، ضربه سارو میزنن اونجا خطرناک و گل. دروازه گلگوهر در میان غفلت مدافعین این تیم باز میشه. دروازه حالا اجازه کارو میده آقای ناظمی، فرصت برای بازیکنان گلگوهر درون محوطه جریمه، اونجا شلوغ. ببینید این فرصت چگونه استفاده میکنن و گل. گل برای گلگوهر سیرجان. تایید کرد به هر حال ورزشگاه سیرجان رو تو برسال میشه به روی دروازه خطرناکه، فرصت برای بازیکنان گلگوهر و یه بار دیگه بازیکن نساجی پشت محوطه جریمه خطرناک، ضربه رو هم میزنه، خوب هم میزنه و باکس رو هم میکنن بازیکنان نساجی. حالا حرکت میکنن تو برسال میشه به روی دروازه بلند، اونجا از دروازه هم بیرون میاد و به خوبی اونجا توپ رو در اختیار باز هم بازیکن نساجی، ارسال به روی دروازه خطرناک و باز هم فراهانی و در نهایت آفساید. آفساید. حالا فرصت خوب برای بازیکن نساجی، خطرناک اونجا ابراهیمی روی تو اثر گذاشت، خیلی خطرناکه و آفرین به بار. اینجا هم سوت پایان این دیدار به صدا در. شب شما بخیر باشه. همچنان بیننده برنامه ورزش از نگاه دو هستیم. یه نگاهی کوتاهی داشتیم به گل‌هایی که رد و بدل شد، اما من پیرو اون صحبتی که قبل از این گزارش چند دقیقه داشتیم میخوام بحث با آقا سید دنبال کنم. آقای سید مهدی سیدسالی، باشگاهی به مانند سایپا، حالا من میخوام تبلیغ این باشگاه باشه، کلا میخوام یک نماد میاد 17 تا بازیکن اصلیشو در جریان نقل و انتقالات این فصل از دست میده، از یک ترین نوجوان جوان آکادمیش میاد استفاده میکنه. این ور قضیه هم ببینیم، یعنی ما همش حالا منفی نگاه نکنیم، اتفاقات خیلی بد داره میفته تو فوتبال پایه، بحث دلالی و ایجنت و اینا، اما این بحث هم هست. ببینید آقای بایزی، باشگاه سایپا الان این تصمیماتو نگرفت که بخواد این فکر رو داشته باشه که بازیکنای جوان استفاده کنه. باشگاه سایپا الان حدوداً فکر کنم از دهه گذشته که نگاه ویژه‌ای به تیم‌های پایه فوتبالی باشگاه داشته، از رده نونهالان، نوجوانان، فولاد خوزستان هم همینطوریه، سپاهان هم همینطوریه. ببینید پیکان، ما الان بحثمون داره بیرون از این باشگاه ها داره اتفاق میفته. ببینید به همون طبق صحبتی که محمد جان کردن، خیلی با من تماس گرفتم، سه سال میشه مراجعه سفارش کنم. من گفتم نمیتونم، چون فردا روز میرید من سفارش کنم از شما شاید مبلغی بخوام، شما اون وقت فکر کنید من میخوام این مبلغ رو بگیرم. اگر قرار باشه بچه شما با پول به جایی برسه، بهتره نرسه، چون همون جوری که با پول میاد با پولم بیرونش میکنن. شما نها کنید، هر کسی باید نون زحمت خودش رو بخوره، شما باید ریاضت بکشید، سختی بکشید. فوتبال ورزشی نیست که بدون سختی باشه، تمرینات بدنسازیش، تمرینات فوتبالیش. ببین خیلی از خانواده ها باید تفکرشون رو نسبت به ورزش فوتبال عوض کنن، بذارم خود بچه تصمیم بگیره. ببینید شما میاد بچه ها رو از سنین پایین تشویق میکنن که بره فوتبال، خود این فوتبال خیلی سخته، بذارید سنین بچه‌ها به بالاتر برسه. باشگاهی مثل سایپا، خودش من توی کلاس فوتبال میرم بازیش، حالا محمود میران از دوستامونه، چند تا بچه دارم تو مایه هیکل محمود میران اومده فوتبال. خب ببین میگم این سلیقه خانواده است، داره به بچه زور گفته میشه. ببین الان باشگاه سایپا این قضیه، الان آقای قاسمی زحمت زیادی برای آکادمی فوتبال سایپا کشیده برای رده‌های پایه، پسر خدا بیامرز آقای قاسمی که تو هیئت فوتبال بودن، خیلی زحمت کشیدن. من چون تو خودم تو سایپا لمس کردم اینو، تو پیکان دیدم. فکر کنم کاظم برجلو مدیر استعدادی. بله. بله واقعا دارم میگم، دیدم که چه جوری دارن تلاش میکنن، چه جوری دارن زحمت میکشن. این برنامه پشتشه. حالا با همون بودجه‌ای که دارن، ببینید شاید بودجه زیادی باشگاه سایپا نداره برای رده بزرگ، برای همین میاد بازیکن سازی میکنه که سالهای بعد هزینه‌اش کمتر بشه. ببینید امسال ابراهیم صادقی، من میانگین سنی تیم فکر کنم جوان‌ترین تیم باشه، 23 بله. سال جوان‌ترین من تیمه. حساب کردم 23 سال. یه سری این بازیکن‌ها بازیکن‌ها هستن که شاید تازه اولین بار دارن جلوی تیم‌های بزرگ بازی می‌کنن. ببین خب جسارت می‌خواد، این جسارت رو از مدیریت باشگاه هم چه اتفاقی می‌افته. ببینید شما مسئول مدیریتی که اون بالا قرار داره این اجازه رو آقای این در تضاد با گفته اولی تا الان مدیر سایپا مدیر ورزشی نیست. نه نه نه، ببینید مطمئن باشید کنارش کسایی که هستن مدیر مشاوره ورزشی هستن. ببینید ما نمیگیم، ببین من به شما قبل از برنامه یه چیزی گفتم آقا مهدی، یه سری تیم‌های اروپایی یه مدیر ورزشی دارن، یه مدیر اقتصادی دارن.
مدیر ورزشی کسیه که از دل خود فوتبال اومده بیرون، کسی که زحمت کشیده. مثلا حسن سالی امیزی چه برای بایر مونیخ یا پاولو مالدینی مال آس میلان. شما نها کنید وقتی میشینه با اجنت بازیکن حرف میزنه، با بازیکن صحبت میکنه، میفهمه این بازیکن چه کار است، عمل کردش براش مهمه. ببینید نمیتونن یه بازیکنی، ببین من صحبتی که واقعا تو این فوتبال است، نمیتونن بازیکنی که عمل کرده خوبی نداشته رو تیم آس میلان بگیره. چون چرا؟ پاولو مالدینی خودش اسطوره فوتبال میلانه، اسطوره ایتالیاست، خودش زجر کشیده فوتباله. پس دومین نکته که بعد از مدیریت ورزشی بود که برنامه و پلن داشته باشه. بله برنامه داشته باشه. محمد آقای نوری، یک صحبتی که الان مطرح هست، محمد نوری مثل خیلی از فوتبالیستای به نام کشورمون خیلی سختی ها رو تحمل کرده، خیلی نداری ها رو تحمل کرده، خیلی برخوردهای بد رو تحمل کرده، اما فائق اومده به ایناش محمد نوری که الان الگوه برای خیلی‌ها. میگم الان خانواده برنامه رو میبینه، خانواده که برای بچهش فرزندش سرمایه گذاری کرده، سوای اینکه بچه رو میذاره تو کلاس کلاس‌های فوتبال یا حالا جاهای مختلف آموزش ببینه، چجوری باید مدیریت از نظر ذهنی که اگر یه بازیکن خط خورد چجوری برگشت کنه به زندگی تحصیلی کاریش، اگر رفت جلوتر قرار نشه، اگرهای مختلفی که ممکنه پیش بیاد. من اعتقاد دارم که الان والدین بچه‌ها رو اون آکادمی که شناختن، اون آکادمی که ربی توش شاق هستن اونجا بفرستن. مدارس فوتبال خیلی خوبی هم داریم، حالا نمیگیم همشون بدن، مدارس خیلی خوبی داریم. الان آکادمی کیا که آقای مهدی مهدی رو انداخته، یا خود آکادمی پرسپولیس که یکی از آکادمی خوبی هست که من چون شناخت دارم دیدم چجوری دارن کار میکنن. حالا بحث سایپا و پیکان و اینا که خب از قدیم معروف بودن، چه بازیکنای الان بازیکنای اکثرا بازیکنایی که تو لیگ برتر هستن مخصوصا تهران بودن توی باشگاه سایپا بودن یا پیکان، به خاطر اینکه بازیکن ساز بودن. آره بازیکن ساز خوزستان، فولاد خوزستان، سپاهان. اون موقعی که من سپاهان بودم دو تا تیم امیدا داشت، هم ای داشت هم بی، یعنی دو تا تیم داشت همزمان. همزمان این کار یه کار اصولیه. سیدم سابقه آره. با هم آره. که بودیم آره نه واقعا همینطوریه. ببین سپاهان یه دونه سپاهان نوین داشت که اون سال تیم اومد دیگه برتر، اومد با امتیازش برگزار کرد. فولادم همین کارو کرد. شما نکن فولاد نوین عباس همین اتفاق افتاد. الان در طی فرمایشات محمد جان آکادمی کیا آقای میتی مدرب که از جیب داره هزینه میکنه. ببینید این هزینه کردن مهمه، چون دلسوز من ببینید الان مدیر تیم آکادمی کیا آقای مهدی مدرب. حالا من اینجا دیگه دارم مهدی جان تو این بخشی که دو دقیقه فرصت داریم تا ببینیم بخش ببینیم برگردیم، صحبت هم اینه. حالا یه آکادمی مثل مهدی مرتبی یا آکادمی مختلف داریم، بله. چرا بازیکنی از اینها تزریق نمیشه؟ ببین میخوام میگم شاکله تیم ملی میبینیم، میبینیم یه تیم ملی دیگه است. یعنی تیم ملی اینقدر بازیکن با استعداد داریم، میدونید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه کسایی داخل فوتبال ما ورود کردن که نخاکشو خوردن. من دنبال همین جواب سوالم. ببینید این واقعیته. من الان به شما گفتم اکثر ورزش ما داره به سمت و سوی میره که بر اساس توانایی بازیکن جابجا نمیشه، بر اساس توانایی مربی جابجا نمیشه. مگه میشه مربی تو لیگ پارسال ما تیم یعنی تیم نتایج ضعیف گرفت، همون هفته به دو هفته نکشید رفت یه تیم دیگه؟ چه حسابی؟ ما نظارت باید داشته باشیم. ببینید من الان خودم به شخصه میگم همینجوری که شما میگید خانواده مدیر باشگاه خودش دوست داره خب نه خب ببینید خب به خاطر اینکه نظارت نی، پس ما باید بریم موشکافانه ببینیم این بر اساس چه واقعیتی وارد تیمی شده. به خاطر اینکه اگر من داخل این میزی که هست، اگر داخل این میز باشم هستم، اگر با یک سری از دوستانی که دور این میز نشستن امسال مثل من 3 سالی داخل این میز باشم، تیم دارم. تیم داری. حالا این نکته خوبیه چاکم محمد، یک دقیقه فرصت دارم تا قبل از این بعد مدیر برنامه داشتی زمان فوتبال خوده؟ خب بله داشت. خب مدیر برنامه جانش چیه؟ مدیر برنامه خب فکر کنم یه سری کلاس‌های آموزشی دارن، یه سری امتحانات ورودی دارن که فکر کنم فدراسیون خودش تایید میکنه. حالا نمیدونم تعدادشون چند تاست. مدیر برنامه خب بحث اینه که میتونه مدیر برنامه تو رو ترانسفر کنه به اروپا، مثل اکثر بازیکنایی که مثل علیرضا جهانبخش، مثل خیلی از بازیکنایی که تونستن ترانسفر بشن به اروپا یا به کشور عربی. مدیر برنامه فقط برای اینکه نقل و انتقال خارج از کشور ها. آره نقل و انتقال خارج و حتی داخل کشور. مثلا آخه یه سری بندهای قراردادی هست که من نوعی من فوتبالیست از اون اطلاعی نداریم. آها. اون سری بندها از نظر حقوقی. آره از نظر حقوقی کمک میکنه که این بندها یه جوری جاری شه که شاید یه متضرر به نفع بازیکن باشه تا حدودی، چون باشگاه یه سری بندهایی قرار میدن که بازیکن متضرر میشه، شاید آخر فصل
از 100% شاید کلا 20% قرضش بگیره. به این موزلم خواهیم پرداخت. بریم یه بخش کوتاهی ببینیم، بخش کوتاهی که خدمتتون عرض کنم که مرتبط با بحثمون است، فرایند دلالیسم در فوتبال ما که به یک مکتب تبدیل شده، واقعا باید ببینیم به یک مکتب دلالیسم تبدیل شده در فوتبال ما، فرایند نگران کننده. این بخش رو ببینیم. وقتی در ابتدای دهه 90 میلادی ژاپنی‌ها صحبت از پایه‌ریزی درست در فوتبال کشورشان کردند و طی همین 4 دهه بر بلندی‌های فوتبال آسیا ایستادند، خیلی‌ها باور کردند که فوتبال و اصول این رشته چیزی جز رعایت اصول اولیه مثل فضای سالم نیست. فوتبال ایران که امروز برای قهرمان شدن تو آسیا نیم قرن انتظار کشیده و یا برای المپیکی شدن هم همین سالها رو طی کرده، حالا باید چشمها رو بشوره و جور دیگه‌ای به فوتبال پایه نگاه کنه. فوتبال پایه‌ای که فقط و فقط باید از شر دلالان و واسطه‌هایی که ضربه‌های مهلکی رو بر پیکر این رشته زدند خلاص بشه، تا بدونیم که استعداد بشه حرف اول، استعداد بشه شرط اصلی برای رسیدن به شناسایی استعدادهای ناب فوتبالی. فوتبال امروز اگرچه پولهای زیادی درش رد و بدل میشه و حق نقل و انتقال و به قول معروف حق رشد برای باشگاه‌های سازنده محفوظه، اما ساختار آکادمی‌های حرفه‌ای مقوله‌ای که کمک شایانی خواهد کرد. حضور یک تعداد معدود باشگاه دارای آکادمی میتونه نویدبخش خوبی باشه. تا اینکه سوای ملزومات فدراسیون فوتبال و همچنین سازمان لیگ برای حضور تیم‌ها در لیگ فوتبال، داشتن آکادمی هم شرط لازم باشه. فوتبال امروز در همه شهرها و روستاها و استانها پر از استعداده، پر از غنای تکنیکی و تاکتیکی. فوتبال ایران میتونه با مدیریت اصولی و درست هر سال حتی بازیکن به خارج از کشور هم صادر کنه، مثل سالهای طلایی دهه 70 شمسی، مثل اون تیم رویایی 1998، مثل اون همه شور و شوق برای تماشای فوتبال اون نسل. قطع کردن دست دلال‌ها، دور موندن سایه‌های مرموز فوتبال، برملا شدن دست پشت پرده و رمزگشایی فوتبال پایه و پول‌های بی‌حساب و کتاب، فرایندی که باید به دقت به اونها نگاه کرد. خیلی دور نیست، خیلی دیره، خیلی غیر قابل باور نیست، خیلی امکان پذیره. فوتبال پاک، فوتبال بدون واسطه، لذت بخش. خط قرمز مشاهده میکنید، یکی از بخشای همیشگی برنامه ورزش از نگاه دو و دو مهمان فوتبالی محمد آقای نوری و سید مهدی سه‌سالی، بحث دلالی در فوتبال. با توجه به این نریشنی که پخش شد و گزارش هم پخش شد، آقا مهدی سه‌سالی، اتفاقی که میفته، اتفاقی که میخوام یه خود با هم راحت‌تر صحبت ده. کنیم و اینکه فضا بیشتر شفاف بشه برای بیننده‌هامون، نهادهای امنیتی باید ورود کنن، نهادهای نظارتی باید ورود کنن، فدراسیون فوتبال باید ورود کنه، کجا؟ هر سالی یک رئیس میذارن برای آکادمی و رئیسی که کلیت اشراف داره به کلاس‌های فوتبال‌ها را، بحثم کلا کلاس‌های فوتبال نیست، اما یک سمیه واقعا. اتفاقات اخلاقی هم توی سری جاش افتاد که واقعا جمع و جور شد بخشش. چه ارگانی باید ورود کنه؟ ببینید آقای بایزی، باید ارگان نظارتی که از وزارت ورزش هست به نظر من باید تو تمام باشگاه‌ها وجود داشته باشه. اینجوری نیست که شما یه مدیر یا آکادمی بزنید به یه نفر بدید، فردا ببینید 1000 تا اتفاق افتاده، 1000 تا پول گرفته شده، 1000 تا خانواده ها شاکی هستن. ببینید من عرضم اینه، خانواده هایی که میخوان بچه هاشون با پول به جایی برسن نکنن این کارو. ببینید فوتبال یه ورزش ریاضت کشیه. من قبول دارم، اما ببین من پدر نمیتونم، ببین وقتی میبینم یه آرزوی خودم داشتم بهش نرسیدم، شما خب حتی شده وسیله هم بفروشم، میدونی؟ خب آقا آقای بایزی توقع نباید بکنن که ما پول دادیم. شما خودشون این امثالی مثل این خانواده ها باعث میشن دلال زیاد بشه. امثالی مثل این خانواده هایی زمینن که وقتی یه نفر بهشون میگه پول به من بدید، وقتی ایشون پول میده چه توقعی دارن فردا روز بیان برن به باشگاه شکایت کنن؟ که اولین نفری که مقصر خود این خانواده است. ببینید ما اولین کاری که به نظر من مدیریت باشگاه ها باید انجام بدن، نظارت بسیار ویژه‌ای رو آکادمیشون داشته باشن، چون هزینه نمی کنن، هزینه رو میخوان از خود تیم در بیارن. خب اینجوری نمیشه فوتبالیست ما الان شما مطمئن باشید سطح فوتبالمون همینجوری به این صورت بخواد پیش بره به افول گرفته میشه، چون نظارت نداریم. ما مدیر عامل باشگاهی تیم بزرگ مثل استقلال پرسپولیس میان و میرن، آیا نظارتی روشونه؟
آیا شده این های مدیر عاملی که اومده بهش گفتن فردا استعفا بده بره، آیا رفتن نظارت کنن که چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی بوده؟ ما واقعا بیام شفافانه حرف بزنیم. معلوم ببینید، به شما الان گفتم تو فوتبال مملکت ما مثل یه میز میمونه. اگر شما کنار این میز با اون افرادی که هستن که به عنوان من اصلاح ادب نمیکنم، جسارت نمیکنم خیلی هاشون بگیم نه، یه سری دلال هستن دور این میز، اگر با اونا باشی تیم داری، اگر با اونا باشی تو تیم ما میری قرارداد میبندی، نباشی باید بیرون باشی. یکی همسالی مثل من کنار وای میستم. حالا ولی یه سری ها باعث میشه که ببینید آقای وایزی، خود خانواده ها باعث میشن که این اتفاقات بیفتن. اونا نباید اجازه بدن که این اتفاق بیفته، اصلا فردا بچه‌شون ضربه بخوره. محمد، دست این دلایلی که مهدی بهش اشاره میکنه اشاره درستی هم هست. من به خودم به واقعیت خیلی دیدم، حداقل چجوری باید قطع شه؟ آیا اصلا میشه این همچه اتفاق بیفته؟ آره خب میشه قطع شه. اگه فدراسیون فوتبال نظارت کنه روی این برنامه، بحث ایجنتی و مدیر برنامه‌ای، خب میشه. خب مدیر برنامه من فکر میکنم الان تعدادشون مشخصه و توی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حالا نمیدونم پرونده دارن یا کارت شناسایی ایجنتی واسهشون صادر میشه. خب یه تعداد محدودی هستن. خب این تعداد محدود مورد تایید وزارت ورزش هستن، مورد تایید فدراسیون هستن، شاید مورد تایید AFC یا هر ارگان دیگه باشن. خب وقتی مورد تایید باشن و کارت ایجنتی داشته باشن، فکر نمیکنم این بحثا پیش بیاد که کسی دیگه بخواد دخالت کنه. حالا محمد جان، ما مورد داشتیم، خودت هم قطعا میدونی اینو، بازیکن آسیب دیده بوده خارجی، دو تا تیت اینورور میخوره و حالا یه پولی هم اینورور جابجا میشه، بعد نهایتاً سر از یه تیم خوب با یک مبلغ بالای میلیاردی در میاد. هست اینا، خیلی چیزا پیش اومده واقعا، اینکه بازیکن اصلا شایسته نبوده توی تیم بزرگ باشه، رفته با قرارداد خیلی بالا، رفته قرارداد نورمی، رفته بازیکن مصدوم، رفته قرارداد بسته. اینا هم هست، خیلی چیزا هست که اینا ممکنه اون ایجنت یا اون مدیر برنامه رابطه خوبی داشته باشه با سرمربی تیم یا مدیر باشگاه و این کار اتفاق افتاده باشه، چیز طبیعیه و فکر کنم باید جلوی این قضایا گرفته بشه و این نیاز داره به این نظارت. به نظر ما این نظارت خیلی خوبه. بچه اصلیش نظارت هست. بله، میشه اینو این مشکل رو رفع کرد و حرف خوبی سید زد. خانواده‌ها نباید قبول کنن حالا به هر قیمتی پسرشون فوتبالیست شه. حالا مثلا قرار نیست که کل پسرای مملکت ما همه فوتبالیست شن. فوتبال درست ورزش خوبیه، ورزش تقریبا الان یه درآمدزاست و همه دوستان فوتبالیست شن، ولی خب در کنارش میتونن بجز فوتبال به رشته‌ای مثل والیبال، مثل بسکتبال یا رشته‌های دیگه هم رو بیارن. دلیلی نداره همه بخوان بیان سمت فوتبال اگه میبینن واقعا استعدادی وجود نداره. اگه قراره با پول به این فوتبالیست شدن برسن، به نظر من اگه نباشه خیلی بهتره. مهدی، یه اتفاقی که الان خیلی داره شک میگیره اینه که اشاره به بخش اول کردی، از کجا اون باشگاهه؟ وقتی میگم موزل مالی داره، از باشگاه، کادر فنی چجوری باید این هزینه چمن، هزینه مربی، هزینه نمیدونم تدارکات، هزینه تغذیه و و و لباس اینا رو در نظر بگیره؟ خب باید این پولی یه جوری باید اگه جای درست تزریق بشه دیگه. این وقتی شک نمیگیره کنارش به قول من. خب ببینید، باشگاه برای اینکه تو رده‌های مختلف شرکت کنن، خب یه بودجه براشون در نظر گرفته میشه. ببینید خب ما الان بخش خصوصی ورود نمی‌کنه، خیلی کمتر داره ورود می‌کنه، اگرم ورود می‌کنه الان جدیداً اینجوری شده که بخش خصوصی فکر درآمدزایی بیشتر برای خودش تا اینکه بخواد بیاد هزینه کنه. ببینید الان ما باشگاهمون، باشگاهای بزرگی مثل سپاهان داره، آکادمی‌هاش بسیار عالی داره پیش میره، فولاد خوزستان داره پیش میره، خیلی از باشگاهای بزرگ ما حالا مثل سایپا، مثل پیکان دارن اینا پیش میبرن باشگاهاشون رو، از بودجه‌ای که دارن سرمایه گذاری میکنن. خب ببینید اگر سایپا الان میاد به بازیکنای جوانانش و امیداشو برمی‌داره، شما مهدی ترابی، قلی‌زاده که قلی‌زاده اینا هم ببین، قلی‌زاده اولین بازیکنی من شنیدم که از طفولیت اصلا در داخل باشگاه. من زمانی که باشگاه سایپا بودم، مهدی ترابی و علی قلی‌زاده اومدن آقای جلالی آوردشون بزرگسالا، اینا رو از پایه آورد، پس اینا روشون سرمایه گذاری کردن. بعد ببینید آی بایزی، ورزش فوتبال اگر آمار بگیرید از 100% فوتبالیستا، شاید 70% 80%شون بازیکنایی هستن که سطح خانوادگیشون متوسط رو به پایینه. بله. ببینید شما الان تو شهر من اهواز زندگی کردم، بسیار فوتبالیستای با استعدادی داریم، ولی فوتبال ما به یه سمت و سوی رفته که با هر کدومشون صحبت میکنم میگه به ما گفتن پول بدین، ما پولی نداریم بدیم. ببینید همین جوری شرایط فوتبالی ما
سطحش پایین تر میاد. ببین باشگاه ما باید برنامه ریزی کنن. ببین ما برای خاطر اینکه یه باشگاه اون بیاد قهرمانه لیگ بشه، چند تا آیتم، چند تا شاخصه در نظر میگیریم. یکی عقبه باشگاه، یکی تجهیزات و ساختاری که داره، بعدش میام سراغ مدیریت. ببینیم ما مدیرای که تماشاگر مدیریت، بله واقعا ما مدیرایی که میاریم باید ببینیم آیا توان مدیریتی مدیری که ما داریم میاریم علاوه ستاد بحرانی تیم به مشکل میخوره، آیا میتونه اینو تو این شرایط از این منجلاب در بیاره، یا مربیایی که داریم اضافه میکنیم توان فنیشون چجوریه. ما الان مثلا کادر فنی که مثلا تیممون آورده توان فنی چجوریه، توان کوچینگ کردن در حال بازی چجوریه؟ پشتوانه هوادارامون چجوریه؟ اینا همه دست به دست هم دیگه میمونه. خب شما اگه قرار باشه آکادمی بزنید قبلش باید درآمدشو به دست بیارید که این اتفاق نیفته. نه اینکه بگیم ما یه آکادمی میزنیم تیم پول بدهکار رو تزریق میکنیم، تیم بزرگسالانمون داریم، حالا تیم آکادمی رو میذاریم به حال خودش، اون کسی که میشه رئیس خودش میره 4 تا بازیکن پولی پیدا میکنم میارن خرج تیم داده میشه. خب نمیشه، فردا روز اون پدری که میاد پول میده توقع داره بچه‌اش بازی کنه. کاملا درست نمیشه. محمد یک صحبت خیلی ویژه محمد آقای دادکان، یکی از ریاست های با احترام فدراسیون فوتبال که واقعا خدماتش بی‌نظیر بوده، توی یک برنامه تلویزیونی داشت که آقا فوتبال ما رو اگه بخوایم درستش کنیم باید شخم بزنیم کامل. نظرت چیه راجع به این جمله؟ خب آقای دادکان که بالاخره عقبه‌ای که ایشون داده خب خیلی درست و سالم بوده و حرفایی که میزنه من خودم اعتقاد دارم حرفای درستی میزنه ایشون. حالا من احساس میکنم اگه ما بخوایم فوتبالمون به سمت جلو بره باید بحث خصوصی سازی رو مطرح کنیم. اگه باشگاه بیاد این اگه باشگاه خصوصی شن به نظر من شاید هولوش 80% 90% مشکل ها برطرف میشه. یعنی شما حساب کن اگه استاپ پرسپولیس یا تیمای بزرگ واگذار شن به بخش خصوصی، بودجه و نمیدونم تمام برنامه هاشون مشخصه، نسبت به بودجه‌ای که اون بخش خصوصی هست تیمو می‌بندن، تیم‌های پایه رو روش سرمایه‌گذاری می‌کنن، چون تیم‌های پایه الان شما رفت سرمایه ندارن. بله، بعد خودش سرمایه ایجاد می‌کنه واسه فوتبال باشگاه. شما برزیل رو ببین، الان تمام بازیکنان نوجوانان جوانانشون علاوه بر این که شده یک سرمایه دیگه، بازیکنان همه رو ترانسفر میکنن، هم واسه باشگاه برگشت پول داره هم واسه خود کشور برگشت پول داره. اگه باشگاه خصوصی باشه نسبت به بودجه‌ای که دارن تیمای پایه‌شون رو میچینن، تیمای بزرگسالانشون میچینن، هزینه‌ای که میخوان صرف تیمای پایه‌شون میکنن و فکر کنم مشکلات خیلی راحت حل شه دیگه. جانم ببینید آقای بایزید، صحبتی که محمد جان کرد من احساس میکنم یکی از راهکارهای اینه که به نظرم فدراسیون از تجربه یه سری از این ورزشکارهای ما استفاده کنن. مثلا دارم میگم الان تو بحث آکادمی زدن به نظر من آقای مهدوی که یکی از کساییه که تجربه بسیار زیادی داره و بتونن تو فدراسیون ازش استفاده کنن، خود مشاوره ازش بگیرن. اگر قراره به نظر من مربیایی بذارن برای جاهایی، مربیایی بیارن که مربیای سالمی باشن، یعنی رزومه شون معلوم باشه. ببینید شما خیلی هم مربیایی که مثلا آقای علی کریمی، من یه چیزی میگم آره درست داریم. ببین الان لیگ 1 رو نگاه میکنیم، من یه مدت بود قضیه فیکافا، حالا خیلی چیزی مطرحشه، میخوام بگم جز یک حلقه بسته‌ای که اشاره کرد همه مربیای سالم با اخلاق، اما وقتی که اون چرخه مثلا اگر یک تیم مثلا امروز از آلومینیوم عراق رفت بیرون افتاد میره فجر سپاسی، از فجر سپاسی خب میره 90 ارومیه. اول باید یه کاری کنیم این میزه شکاف یعنی شکاف باز بشه که بتونن کسای دیگه ورود کنن. مگه میشه ما هر سال یه سری مربی ده حسن میچرخن دوباره هم مربی همینه، بازیکنام همینه. ببینین من برای همین دارم میگم، من قشنگ در مورد چند تا تیم به شما بگم، بازیکن خارجی آوردن وارد تیم کردن، من از باشگاهی بزرگ توقع دارم کمیته فنیشون کجا بوده که این بازیکن خارجی اومده باشه. استقلال الهاجی گروخ، حالا پرسپولیس هم داشت اون دو تا دروازه‌بان اوکراینی که بازیکن اوکراینی که اونها اصلا معلومه شد چه خب اینا چقدر گرفتن. خب اینا پولای بیت المال دیگه، خیلی قشنگتر خیلی با سیاست‌تر میتونن این پولو هزینه نکنن. شما میدونید باشگاه استقلال پرسپولیس چقدر بابت این بازیکن‌های خارجی که تاثیرگذار نبودن، من به نظر من باید نظارت کنن ورود کنن به این اتفاق. من میگم مربی سالمه رو قبول دارم. ببین الان شما دوست داری محمد آقا فوتبال تماشا مربیگری یادم بدی مستقیم؟ یعنی نه بگه کلاس ها رو برم دوره هاش رو ببینم. حالا دوره رو کلاسه میخوام میگم فکر میکنی با توجه شرایطی که الان هست و دل پردردی هم داشت سدمتی ست سالی، آیا واقعا که بتونی ورود کنی به این چرخه مربی این خط شکل
سر شما مربیای جوان با دانش به روز مثل شما استفاده درجه سالمش استفاده بشه. یعنی منظورم واضح‌تر بگم، آقا من امروز مدیر باشگاه محمد آقای نوری، شما به عنوان یکی از اسطورهای باشگاه پرسپولیس و خوبای باشگاه پرسپولیس و و و بازیکن با اخلاقی هم بودی، من میخوام بیارم تو تیمم. خب این مسئله پشت پرده باید اتفاق بیفته، یعنی پولی جابجا بشه. میخوام بگم محمد نوری که کلاس هم درجه عالیش طی کرده، آیا واقعا تن خواهد داد به اون علقه قلبیش برسه و این راه هم طی کنه؟ من اگه شرایط ناسالم باشه اصلا ورود نمیکنم. مطمئنا اگه روزی بخوام به این چرخه مربیگری اضافه شم، اولا اینکه از نظر علمی و از نظر کلاسی خودم انقدر پیشرفته میکنم و کاملا سالم وارد این قضیه میشم. سالم که اگه بخواد بمونی پشت پرده که هیچ چیزی ترجیح میدم که نباشم. اگه قرار باشه کار ناسالم انجام بده، من ترجیح میدم نباشم، چون که خودم سالم هم وارد فوتبال شدم هم ادامه دادم، ترجیح میدم اگه قرار باشه تو وارد بحث مربیگریشم کاملا سالم و خیلی مشخص و خیلی واضح بیام داخل فوتبال. آقا دو تا 30 ثانیه پایان گفتگو، 30 ثانیه جنبندی بحث شما. من عرضم به خدمتتون آقای وازی، فقط اینو بگم، آدم به هر قیمتی نباید زندگی کنه. اینو به شما من بگم، الان واقعیت ورزش ما اینه. من این حرفو میزنم شاید خیلی خوششون بیاد، خیلی خوششون نیاد، من به هر قیمتی زندگی نمی کنم و اجازه نمیدم زمان فوتبال بازی کردنم هم شناسنامه فوتبالیم سالم بوده و می جنگم تا اونجایی که چون خود استوکری ما رو وارد این فوتبال کرد و ازش هم میخوام وارد، اون نوبت ما میشه، این اتفاق همیشه انشالله که اتفاق بیفته. جوونه پرتجربه مثل شما، مطمئنم از علی کریمی اسطوره فوتبالمون شروع شد که با جلوی دلالی وایساد هزار تا اتفاق. ولی خب چقدر برخورد باشه کردن تو بازی مجازی، درست میشه، ولی مطمئن باشید نوبت امسال مثل آقای کریمی اینا میشه. اون آره ان شاءالله که این دلالی حذف شه. 30 ثانیه پایانی شما. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون، زنده باشین. امیدوارم که همینجوری کمک کنه به فوتبالمون که فوتبال سالمی رو ما در آینده در اختیار جوانامون. آقا من یه شوخی با شما بکنم، همچنان اعتقاد داری که هرگز این سوتی ما ماندگار شد دیگه؟ ولی چقدر دوست داشتنیه، چقدر از ته دل خوبه. و اینکه واقعا ببخش اجازه دادم بخوام بگم، میخوام بگم آخر بحثم به خنده تمام شه. خیلی از شما ممنونم، محمد آقای نوری دوست خوبم، سید مهدی سه‌سالی دیگر دوست خوبم، از شما ممنونم. ان شاءالله که این بحثا ادامه پیدا کنه، کمک کنه به ساختار درست فوتبال کشورمون که رو به درست تر شدن بره. اما خدمتتون عرض کنم، یک دو هفته قبل روز خبرنگار بود و ما در جامعه رسانه‌ایمون از 21 سال قبل، یعنی 17 مرداد 77 که شهید صارمی از دست دادیم توی کشور افغانستان، روز 17 مرداد روز خبرنگار شده. بسیاری از همکارای خودم در رسانه‌های مختلف در بینمون نیستن، از زنده یاد بهرام خان شفیع در برنامه پرطرفدار ورزش مردم و میلاد حجت الاسلامی، دوستی که در صانع هواپیمای کوهای آلپ جون خوش از دست داد، خیلی‌های دیگه. اونایی که هستن ان شاءالله قلمشون استوار، اندیشه‌شون درست و خداوند یار نگهدارشون باشه. و اونایی که در مینو نیستن ان شاءالله که جاشون همیشه سبز بین ما. یک بخش ویژه‌ای ببینیم، کار شایسته بود از طرف فدراسیون هندبال که روز خبرنگار با یاد میلاد حجت الاسلامی گرامی داشت. یکی از قشهایی که واقعا خدمت به ورزش میکنن بدون شک و بدون هیچ گونه اغراقی شما عزیزان هستید. جا داره تبریک عرض کنم روز خبرنگار و خدمت همه شما عزیزان. در مورد مراسم امروز برای ما صحبت کنید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون. خب برنامه امروز کمترین کاری بود که ما میتونستیم در مورد خبرنگاران عزیزمون که به هر شکل در تمام روزهای بالاخره خوب و خوش و حتی روزهای ناکامی ما کنار ما هستن و منعکس کننده برشک اخبار رشته ورزشی هندبال بودن، امروز به مناسبت هفته خبرنگار خب یک فرصتی رو مناسب دیدیم که بتونیم حداقل گوشه کوچکی از زحمات این عزیزان و پیشروان عرصه رسانه رو به هر شکل جبران کنیم. اتفاق مثبتی که در فدراسیون هندبال افتاده و دوستان هم امروز در جلسه اشاره داشتن، تعامل خوبی بین رسانه‌ها و فدراسیون برقرار شده، دوستان خواهان ادامه این تعاملات هستن. خب قطعاً یکی از اضلاع بالاخره مثلثی که میتونه ما رو به موفقیت در هر رشته ورزشی برسونه خصوصا هندبال،
ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه است. قطعا حضور خبرنگاران در عرصه ورزش خیلی مهم است و نفرات اصلی که بازتاب میدن رویدادهای ورزشی رو این عزیزان هستن. وزارت ورزش در این زمینه چه کاری کرده بود بابت روز خبرنگار؟ خیلی کوتاه بفرمایید. وزارت ورزش در طول سال در واقع همکاری هایی رو داره با خبرنگاران. اینطور نیست که حالا ویژه روز خبرنگار باشه. ما نشست های ویژه رو با سردبیرای ورزشی داریم. هماهنگی هایی لازم به وجود میاد که حالا خبرنگارا اگه دوست داشته باشن با نشست هایی رو با مسئولین داشته باشن حضور پیدا میکنن. از آقای سلطانی فر هست وزیر ورزش تا معاونینشون کارشناساشون هست، این فضا به وجود میاد. ما بخشی رو در روابط عمومی وزارتخونه دادیم که مسئول هماهنگی این کاراست. فکر میکنم که جلسه خوبی امروز در فدراسیون هندبال برگزار شد. بر حال من فکر میکنم که هر فدراسیون ورزشی و هر رشته ورزشی اگر به دنبال رشد و توسعه و تعمیم هست، رسانه ها میتونن بازوان یکی از بازوان اصلیشون به حساب بیان و در واقع یکی از تاکیدات فدراسیون های بین المللی رشته های مختلف ورزشی در دنیا به رشته های مورد نظرشون به کشورهای عضو زیر مجموعشون توجه ویژه به نمایندگان رسانه هاست. بدون تردید رسانه ها همونطور که عرض کردم در برند اجتماعی و اقتصادی شدن تمامی رشته ورزشی با توجه به شرایط اقتصادی که ورزش در دنیا به سمت حرفه‌ای حرکت میکنه میتونن نقش آفرینی کنن و این اتفاق خوبی بود. جلسه خوبی امروز در فدراسیون هندبال برگزار شد به همت عزیزان در این فدراسیون. در این مورد برای ما توضیح بفرمایید. بله، خدمت عرض کنم که برای من فکر میکنم یک روز خوب بود، به این دلیل که بعد از سالها که فدراسیون های ورزشی در تسخیر آدم های غیر ورزشی بودن، امروز آقای پاکتر رو دیدیم که ورزشکار و هندبالیست بودن و این میتونه یک نوید بشه که ورزش ما رویکرد خوبی با مدیران جوان متخصص داره. جلسه خوبی امروز در فدراسیون هندبال برگزار شد، در مورد این جلسه بفرمایید. به نام خدا، با تبریک دوباره خدمت تمام اساتیدم که در تمام این سالها مدیونشون هستم. بله، فدراسیون هندبال هم مثل بعضی از فدراسیون‌های دیگه امروز جلسه تقدیر از خبرنگارا رو داشت که جای تشکر داره. رئیس جوان این فدراسیون با وجود تمام کاستی‌ها و مشکلاتی که این چند وقت هندبال داشته خیلی تلاش کردن و امروز هم شنوای تمام درد و دلا و مشکلات خبرنگاران بودن. برای ایشون آرزو موفقیت می‌کنم. ممنون از اینکه همچنان بیننده برنامه ورزش نگاهی دو هستید. کمتر از یک سال دیگه، یعنی سپتامبر 2020 یا شهریور 1399، المپیک 2020 توکیو رقم خواهد خورد و یکی از رشته‌هایی که فارغ از اینکه دو میدانی وزنه‌برداری، کشتی، تکواندو برای اون مدال آور باشن یا نباشن، واقعا ازش انتظار داره جامعه علاقمندان به ورزش ببیچه جامعه رزمی و کاراته که این رشته برای اون مدال آور بشه در المپیکی که برای اولین بار مجوز حضور این رشته براش صادر شده. اینا رو گفتم بدونید که المپیک 2020 باید این اتفاق برای کاراتمون بیفته که به امید خدا هم در بخش بانوان هم در بخش آقایون با دست پر برگردیم و این مستلزم یه سری از شرایط مؤلفه‌های حرفه‌ای کنار هم قرار بگیره، از ریاست فدراسیون، کادر فنی، کسایی که دارن در ترکیب تیم‌های ملی کاتا و کمیته‌مون دارن کار میکنن، همه به همه یک وفاق کلی رقم بزنن تا به امید خدا این افتخاراتی که در رقابت کاراتبان در رقم می‌خوره ممتد بشه و منتج بشه به کسب بهترین نتیجه در المپیک 2020. بریم یه بخش کوتاهی ببینیم چند مهمان ارزنده و ارزشمند به همراه آقای مصدق در بخش رزمی در ویژه برنامه کاراته امشب ورزش از نگاه دو ما رو همراهی خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه ورزش از نگاه دو، بخش ورزش های رزمی در خدمت شما هستیم در حالتی که 3 تا مهمون بسیار ویژه از جامعه کاراته داریم. جناب آقای سید حسن طباطبایی، ریاست محترم فدراسیون کاراته ایران، جناب آقای شهرام هروی، سرمربی تیم ایران، و جناب آقای ذبیح الله پوچ. در خدمتتون هستیم با جناب آقای طباطبایی. با بینندگان ما سلام علیکی داشته باشین تا برنامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مصدق و همکاران محترمتون و بینندگان محترم برنامه قدیمی ورزش از نگاه دو، در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون، افتخار دارین تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم. جناب آقای استاد شهرام هروی عزیز، در خدمت شما این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر به شما و همه همکارای محترمتون دارم و همینطور بینندگان عزیز که تا این موقع شب نشستن این برنامه وزین نگاه از دو که برنامه قدیمی هست دارن میبینن. و از شما تشکر میکنم بابت دعوت از کاراته برای چندمین بار و حمایت که از کاراته داریم میکنیم و انشالله حمایت ها در المپیک جواب بده. ممنونم. و کاپیتان با ارزش و ارزنده کشورمون در کاراته جناب آقای پورشیب عزیز در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، تمامی همکاران عزیزتون و مردم عزیزی که تا این موقع شب پای گیرنده هاشون هستن که برنامه خوبتون رو نگاه میکنن. خیلی متشکرم، ممنون. عرض خدمت شما برسیم خدمت جناب آقای طباطبایی گرامی، آقا سید عزیز. پنج ماه که در فدراسیون کاراته فکر میکنم حدوداً تشریف بردین، البته قبلا سرپرست بودین. خاطرات خوبی بچه‌ها دارن. آقای پورشیب توی اتاق گیریم میگفتن که بالاخره شما خیلی تأثیرات ویژه‌ای تو اون یک سال داشتین، واسه منم خیلی ارزشمند بودش. الان وضعیت تیم ملی بانوان و آقایان در اصل کاراتمون در چه وضعیتی هستش و آیا در آستانه اولین حضورشون در کاراته المپیک چه تدابیری اندیشیدین؟ به هر حال المپیک برای اولین بار رشته کاراته رو پذیرفته و ما میتونم بگم که در یکی از تاریخی ترین سالهای ورزش کاراته به سر میبریم. سال قبل از المپیک، سالی که باید بچه‌ها در مسابقات مختلف کسب سهمیه شرکت کنن و امتیازات لازم رو برای رسیدن به المپیک 2020 در توکیو به دست بیارن. به حمد الله تیم خوبی رو داریم و کادر فنی خیلی خوبی داریم، ورزشکاران بسیار با انگیزه ای رو داریم و شرایطمون شرایط مطلوبی هستش. رقابت در خود تیم برای رسیدن به کسب سهمیه در بخش کمیته مردان و تا حدودی کمیته دخترانمون بسیار بسیار فشرده است. امروز ما میبینیم که به طور مثال آقای سجاد گنجزاده، آقای ذبیح‌الله پورشیب، آقای به حضور شما عرض کنم آسیابری، بهمن عسکری و همه بچه‌ها دارن رقابت، مهدی خدابخشی و بسیاری از ورزشکاران که تو وزن‌های مختلف دارن با هم رقابت میکنن و ما امروز نمیتونیم بگیم به طور قطع کدام ورزشکارمون میتونه به سهمیه المپیک برسه و رقابت بسیار فشرده ای رو بچه ها دارن برای همدیگه با همدیگه به سر میبرن و مسابقات برون‌مرزی بسیار زیادی رو داریم. ما تا المپیک چیزی در حدود 10 مسابقه دیگه باید 13 اعزام دیگه باید اعزام تا پایان سال 98 و بعد از اون هم امکان داره که ما برای کسب سهمیه مجددن اعزام هایی رو داشته باشیم اگر امتیاز های لازم رو بچه های ما در بخش دختران و پسران به دست نیارن بایستی این اعزام ها رو انجام بدیم. اما تیم یک دست و یک نواخت و خوبی هستش. امیدهای خیلی خوبی رو ما در بخش دختران به دست آوردیم. امروز نگاه وقتی که به نتایج دخترانمون نگاه میکنیم میبینیم که خانم حمیده عباسعلی، خانم ترابت خاکسار و روزیتا علیپور و حتی دیگر بچه‌ها دارن خودشون رو آروم آروم برای رسیدن به المپیک آماده می‌کنن. جداول امتیازهایی که به دست آوردن در 5-6 مسابقه گذشته که انجام شده تقریبا در همه مسابقه‌ها بچه‌ها مدال گرفتن و امتیازهای خوبی رو دشت کردن. امیدوارم که ما بتونیم تا المپیک همین مسیر رو با همین اقتدار تایی کنیم و بتونیم که بهترین و بیشترین کسب سهمیه رو برای رسیدن به المپیک به دست بیاریم. حتما انشالله همینجوری هستش. من یه سوالی دارم، حالا خیلی این سوال ذهنم رو درگیر کرده بابت اینکه همیشه فضای کاراته یه حواشی و یه سری حاشیه‌های خاص خودشو داشته. شما چجوری این حاشیه‌ها رو مدیریت میکنید و اصلا چجوری باشون کنار میاد؟ کاراته جمعیت بسیار زیادی رو داره، همونجوری که مستظر هستید. بر اساس اعداد و ارقامی که وجود داره بعد از فوتبال کاراته بیشترین مردان رو در بخش ورزشگاه ساماندهی شده که در رشته های مختلف ورزشی وجود دارن. چند تا سبک در فدراسیون کاراته دارین؟ نزدیک به 120 سبک ما در فدراسیون داریم که حالا بعضی از
اینا سبکن، کمیتن، بعضی ها انجمن هایی هستن، همه ساماندهی شدن در